به نام خدا. ببین، ما امروز میخوایم بحثمون رو راجع به پیوستگی شروع کنیم. یه چیز کوچولویی من صحبت کنم. ببینید، ما یه مفهومی داریم به اسم دامنه یا قلمرو توابع. کتاب از کلمه قلمرو استفاده میکنه، من خودم ولی دامنه رو ترجیح میدم. دامنه، ما توابعی که ماها باهاش سر و کار داریم، این جمله که دارم میگم برای همه توابع نیست، دقت کنید، نوشتم اکثر توابعی که ما باهاش سر و کار داریم، معمولا توابعی که ما باهاش سر و کار داریم یا دامنه‌شون یه بازه است یا اجتماعی از چند تا بازه است. خب این یه چیزیه که معمولا تو توابعی که ما باهاش سر و کار داریم اتفاق میفته. یه نقطه رو میگیم نقطه درونی دامنه است. اگر که بازه بازی، دقت کنید، بازه باز باید باشه، یه بازه بازی شامل اون نقطه در دامنه باشه. پس من یه تابعی که از یه دامنه‌ای مثل دیب آر تعریف شده، نقطه x متعلق به دی رو میگم یه نقطه درونیه. اگه یه آی کوچیکتر از x کوچیکتر از دی وجود داشته باشه که بازه باز آ و بی زیر مجموعه دی باشه، این اون چیزیه که من بهش میگم که نقطه درونی. خب پس من یه سری نقطه درونی دارم، بعد نقاط غیر درونی دامنه رو بهشون میگم نقاط مرزی یا انتهایی. اوکی، پس در حقیقت اگه من به عنوان مثال من فرض کنم تابع رادیکال x دومن های 1 رو در نظر بگیریم، این یه تابعیه که دامنش میشه از منهای بی نهایت و منهای 1 تو منهای 1 بسته، چون تو خود منهای 1 هم تعریف شده، اجتماع 1 و بی نهایت به r. یه دامن توی همه نقاط تعریف شده است و مثلا نقطه 3 یا نقطه منهای 2 نقطه درونی دامن است، چون یه بازه بازی شامل 3 و منهای 2 نقطه توی دامنه هست. ولی مثلا مثبت منفی 1 رو نها کنی نقطه انتهایی محسوب میشه. علل اصول نقطه‌ای که درونی نباشه رو یا نقطه انتهایی از بازه میگیم. و باز یه مثال دیگه، تقلید که مثلا تابع fx مساوی 1x رو در نظر بگیریم. تابع fx مساوی 1x هم همه نقاط دامنه براش درونی هن. همه نقاط دامنه درونی هستند. نقطه مرزی نداره تابع fx مساوی 1x هم. ببخشید. fx مساوی 1x نقطه درونی نداره، دقت کنید به این ماجرا. چی؟ همه نقاط درونی هست، نقاط دامنش هیچ نقطه چیز نداره، نقطه مرزی یا انتهایی نداره، به خاطر اینکه اگه دقت کنید x مساوی 0 اصلا تو دامنه نیست. یه موقعی ممکنه اشتباهی شما بگید که x مساوی 0 یه نقطه انتهاییه، ولی دقت کنید که x مساوی 0 اصلا تو دامنه 1x نیست که بخواد درونی باشه یا انتهایی. پس این یه تعریف خیلی ساده و کوچیک در مورد نقاط درونی و نقاط انتهایی، چون اینو ما برای تعریف پیوستگی لازمه. خب ببینید، فرض کنید که من سی یه نقطه درونی باشه برای دامنه تابع اف، یعنی نزدیکای سی چپ و راستش اف تعریف شده باشه. میگیم اف در سی پیوسته است اگر که حد f x وقتی که x به سمت c بره بشه f c. خب ببینید، ما قبلا حد رو تعریف کرده بودیم. دقت کنید که ما گفته بودیم برای حد تعریف حد f x وقتی x به سمت c میره، من نیاز دارم که f تو نقاط نزدیک به c تعریف شده باشه، مگر احتمالا در خود c. و حد هیچ حدی تابع توی نقطه ربطی به مقدار f تو خود اون نقطه نداره. خب حالا وقتی که من میگم لیمیت x به سمت c بره fx میشه fc، میگم که اولا بر پیوستگی پس علاوه بر اینکه حد تو نقطه وجود داره، باید f خود اون نقطه هم تعریف شده باشه و به علاوه این حد برابر با مقدار خود f باشه. و میگیم f در c ناپیوسته است اگر که یا این حد وجود نداشته باشه یا موجود باشه ولی با fc برابر نباشه. پس چه این حد وجود نداشته باشه چه وجود داشته باشه برابر نباشه، بهش میگیم که f در c ناپیوسته است. بزنین یکی دوتا مثال ظاهری بزنیم.
یعنی ظاهرش رو چه شکلیه. ببین به ترتیب این مثال ها رو نگاه کنیم، این مثال از سمت چپ بیام شروع کنیم. توی این مثال ببینید اصلا من حد F تو نقطه این نقطه رو ندارم، به خاطر که از سمت چپ که میل میکنم به یه مقدار میل میکنم، از سمت راست که میل میکنم به یه نقطه به یه مقدار دیگه میل میکنم، از سمت راست که میل میکنم به این مقدار میل میکنم، از سمت چپ که میل میکنم به این مقدار میل میکنم. بنابراین حد F توی این نقطه وجود نداره، اوکی؟ و بنابراین تابع F توی نقطه چون حد نداره پس ناپیوسته. توی این یکی مثال اگه نگاه کنیم، من چه از چپ چه از راست میل کنم، مقدار F داره به این نقطه میل میکنه، بنابراین حد F توی این نقطه وجود داره ولی مقدارش با مقدار خود تابع برابر نیست. دقت کنید من اینجا دایره تو خالی گذاشتم، اینجا دایره تو پر، یعنی مقدار F توی این نقطه برابر با این مقداره و بنابراین مقدار تابع F که با حدش برابر نیست، بنابراین این مثال هم باز ناپیوست است. و نهایتاً اگه این مثال رو ناکنید، ببینید من اینجا چه از چپ میل کنم چه از سمت راست میل کنم، مقدار تابع F به یه نقطه مقدار میل میکنه و اون مقدارم دقیقا برابر با خود مقدار تابع است. من محض تاکید دایره تو پر گذاشتم، اینجا نمیذاشتم، فرض بر این بود که این مقدار هست. بنابراین اتفاقی که میفته حد چپ و حد راست توی نقطه با هم برابرن و اینو من بهش میگم که یعنی حد چپ و راست برابره و یعنی حد F توی نقطه وجود داره و با مقدار تابع برابره، برای من F توی این نقطه پیوسته است. پس ببینید الان من سمت چپ و سمت راست، سمت چپ و وسط تابع من ناپیوسته بود، اینجا به خاطر عدم وجود حد، اینجا به خاطر وجود حد و عدم برابری، ولی این سمت راستی حد وجود داره و برابر، بنابر این در حقیقت توی نقطه پیوسته استش. پیوسته بودن ربطی به مجانب عمودی و افقی و نمیدونم شکستگی داشته اینا نداره. پیوستگی یعنی این که خودمونیشو بخواید نگاه کنید، ظاهر توابع پیوسته، این حرفی که میخوام بزنم کلنی درست نیستا، ولی معمولا چیزی که شما از پیوستگی میبینید اینه که F توی نقطه پیوسته باشه، یعنی من میتونم بدونی که دستم رو از رو کاغذ بردارم نمودار F رو بکشم. خب ببین من الان اینجا اگه بخوام نمودار F رو بکشم، اینجا باید دستم رو بردارم بیام اینجا دوباره اینجا ادامه بدم، اینجا همینطور باید دستم رو بردارم بیام اینجا ادامه بدم، ولی اینجا با اینکه شکستگی داره میتونم بیام همینجوری ادامه بدم. بنابراین در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که چیزه، این تابع پیوسته است توی این نقطه، اوکی؟ پس دقت کنید، حتی این چیزی که من گفتم بر نداشتن دست رو کاغذ تعریف دقیقی نیست، یه ذره چالش داره، ولی حالا همینجور حدودی بخواید تو ذهنتون، یه شهود، دقت کنید این صرفا یک شهوده که این اتفاق میفته. نه نمیخوام مثالشو بزنم بخاطر اینکه مثالش سخته و درد سر داره، فقط بدونید که این همیشه درست نیستش، ولی شهود خوبیه، در اکثر موارد این شهود درست کار میکنه. این شهود اینطوری که این دستتون بدون برداشتن نمودار تابع رو بکشید، این شهود شهود درستیه. اوکی پس این در مورد نه خب ذهنتون درگیر نباشه دیگه، من دارم میگم این شهود شهود خوبیه دیگه، بیخیال بشید دیگه. اون وقت استثناشو بگم، اون وقت ممکن است اصلا امتحان ازتون امتحان بگیرم، بعدا پشیمون میشید، به همین شهودش راضی باشید. بسیار عالی، آفرین. در حقیقت وقتی که تابع توی یه بازه پیوست باشه، این حرف تقریبا حرف درستیه. اوکی خب بذارید یه مثال دیگه بزنیم. بیاین تابع مثلا fx مساوی x2 علاوه 1x رو بگیم، تو نقطه x مساوی 1 ببینیم چه رفتاری داره. خب ببینید این تابع نمودارش نزدیک 1 یه همچین قیافه‌ای داره و اینم توی نقطه x مساوی 1 که مقدارش میشه 2، همونطوری که میبینید خب من میتونم تقریبا دستمو بدون اینکه از رو تابع بردارم این تابع رو نمودارش رو بکشم. بنابراین پس این توی نقطه x مساوی 1 به نظر میرسه که باید پیوسته باشه.
اما بزن یه ذره میخوام بهتر ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ببینید من میگم که حد اف ایکس وقتی که ایکس به سمت یک بره باید بشه اف ای یک. خب این تابع اف ایکسه. این یعنی چی؟ این یعنی که بیایید وقتی میگم حد اف ایکس وقتی ایکس به سمت یک بره باید بشه اف ای یک، معنیش این میشه بیایید این نقطه اف ای یک رو در نظر بگیرید، یه خط افقی پایین بکشید یه خط افقی بالاش. خب مثلا من این دو تا خط سبز رو کشیدم، دقت کنید این اکیدن بالاتر این اکیدن پایینتر، رو خودش نباید بکشید. این که حد اف ایکس وقتی ایکس به سمت یک میره میشه اف یک، معنیش اینه که من باید بتونم دو تا خط عمودی پیدا کنم مثل این بنفشا. خب دو تا خط افقی رو شما میکشید بالا پایین، دو تا خط عمودی و من. شما میگید که من میخوام که حد اف ایکس گفتیم میشه وقت اف یک دیگه، پس بنابراین اگه من این دوتا خط عمودی رو بکشم از یه جایی به بعد باید نمودار تابع بین این دوتا خط بمونه. من میگم باشه این دوتا خط بنفشا رو بکشید، نمودار تابع از این باکس خارج نمیشه. اینو من اومدم اینجا بزرگ کردم اینجوری کشیدمش. همینطور که میبینید الان بین این دوتا خط سبز، در حقیقت بین این دوتا خط بنفش، نمودار بین این دوتا خط سبز میمونه، ازش بیرون نزد. شما میگید که ببین من گفته بودم حد اف ایکس باید بشه اف یک، پس من میتونم این خط سبزا رو نزدیکتر کنم. مثلا اگه اینجا خط سبزا از نقطه 3 و 1 میگذشت، شما ممکنه بگید که من این خط سبزا رو از 1.5 و 2.5 میکشم، کوچیکتر میکنم. میگم باشه شما دو تا خط سبز کوچیکتر کشیدید، من در حقیقت دو تا خط عمودی باز نزدیکتر میکشم و بعد اتفاقی که میفته این باشه که به ازای این دوتا خط عمودی نزدیکتر نمودار تابع باز توی این مستطیل بیفته. دقت کنید من اگه این دوتا خط عمودی مثلا اینطوری بکشم، نمودار تابع هیچ وقت از این باکس خارج نمیشه. پس ببینید همیشه توی این ماجرا اینطوریه که خط افقی ها رو شما میدید، خط عمودی ها رو من میدم. هم خط افقی ها باید فاصله داشته باشه از F1، نمیتونید خط عمودیتون اینطوری بیادش دقیقا از F1 بگذره. خط افق عمودی های من هم باید از یک فاصله داشته باشه، نمیتونم بگم بیا از اینجا بگذرون ببین آفرین توی این مستطیل بود. پس هم خط های شما باید از F1 فاصله داشته باشه، هم خط های من از خود یک باید فاصله داشته باشه. و باز اگه اینو شما بخواید نزدیکتر کنید، مثلا 1.5 و 2.5 بود، ممکن شما بگید آقا من میخوام 2.1 و 1.9 بگذرونم. شما این دوتا خط افقی رو بکشید، میگم باشه من دوتا خط افق عمودی نزدیکتر میکشم، این دوتا خط رو میدم و باز ببینید نمودار تابمون. پس در حقیقت پیوستگی چیزی که داره میگه اینه که چیزی که این نمودار مستطیل داره پیوستگی داره میگه اینه که شما هر دوتا خط افقی بالا و پایین اف تاب بدید، من باید بتونم دو تا خط عمودی بدم که سمت چپ و راست مقدار باشه و نمودار تاب بین این دو تا خط بنفش بین این دو تا خط سبز بیفته. این در حقیقت نمودار تاب از این مستطیلی که اینجا دارم نباید خارج. اوکی، این در حقیقت تعریف دقیق دقیق پیوستگی. شما هر دو تا خط افقی بالا و پایین اف بدید توی نقطه، من باید دو تا خط عمودی بدم بهتون سمت چپ و راست، اکیدن چپ و راست، نمیتونم از خود نقطه بگذرم، که نمودار تابع از این مستطیل خارج نشه. مثلا شما این دو تا خط رو بدید، من این دو تا رو میدم. شما دو تا خطتون نزدیکتر کنید، منم نزدیکتر میکنم. شما اینجا بازم نزدیکتر میکنید و من نزدیکتر میکنم. هر وقت این کارو من همیشه بتونم انجام بدم، میگیم اف توی این نقطه پیوسته است. اوکی، پس الان حالا هم با اون شهود دست بر نداشتن از رو کاغذ به نظر میرسید من این نمودار رو میتونم تو نقطه یک بدونه که دستمو بردارم بکشم، پس این تابع به نظر میرسید باید پیوسته باشه تو یک. با این تعریف هم میبینیم هستش ظاهرا. خیلی دقیقش بخوایم باید یه تعریف اپسیلون دلتایی بگیم که من یه جلسه اضافه راجع به اون مفهوم اپسیلون دلتایی صحبت میکنم، ولی اون توی گزینش من لازم ندارم، برای که تعریف دقیقو بدونید بهتون میگم، ولی اون چیزی نیست که توی گزینش مهم باشه. خب آره، ببینید این بچه ها میگن یه مثال بزنید برای این ایده مستطیله که ناپیوسته باشه. ببینید مثلا اینجا رو نگاه کنید، توی این مثال اگه شما این دوتا خط عمودی رو بدید،
من هیچ خط این دو تا خط افقی رو بدید، من هیچ دو تا خط عمودی نمیتونم بدم که نمودار تابع از این مستطیل خارج نشه، به خاطر اینکه تو خود این نقطه F بیرونه. خب یا اگه اینجا باز دوباره شما این دو تا خط افقی رو بدید، من هر دو تا خط عمودی چپ و راست این نقطه بدم، نمودار تابع تو این نقطه میزنه بیرون، پس اینم ناپیوسته است. ولی اینجا باز دوباره شما مثلا این دو تا خط رو بدید، من میتونم مثلا این دو تا خط رو بدید، من میتونم این دو تا رو بدم. شما این دو تا خط رو بدید، من میتونم این دو تا رو بدم. یعنی هر کاری بکنید، من میتونم دو تا خط عمودی نزدیکتر بدم که نمودار تابع درست رفتار کنه. استاد یک تقسیم بر x به توان 2 توی صفر پیوسته است، یک تقسیم بر x به توان 2 که اصلا تعریف نشده تو صفر که بخواد پیوسته باشه. تابعی که توی یه نقطه میخواد پیوسته باشه علل خصوص باید تو اون نقطه تعریف شده باشه. بذارید این دو نفری که دستشون بالاست و من ببینم سوالشون چیه. مانی محمودی بفرمایید. سلام. بله بفرمایید. الان تو همین مثالی که الان شما زدید، همین باکس که توش یه نقطه قرمز هست، اگه این خود نقطه قرمز نبود، جای دیگه نبود، مثلا کلا نبود، تعریف نشده بود، خب اصلا پیوستگی معنا نداره. من مستطیل رو هی کوچیک میکنم ولی بیرون نمیزنم. نه، پیوسته نیست. ببین پیوستگی، ببین من گفتم حد اف ایکس باید بشه اف سی، این اگه نبود یعنی اف سی وجود نداشت، پس اصلا پیوسته نمیشد. خب بفهمید محمد رضا تقوی. الان یه سوالم این بود که اگر تعریف پیوستگی میشه که مثلا لیمیت سی بشه ال، اون موقع یه دلتایی از ال جا به نه به لیمیت ایکس به سمت سی اف ایکس میشه اف سی. من فعلا سی دلتا نگفتم، تعریفش اینه دیگه. تعریفش نه، تعریف اپسیلون دلتاش میشه. تعریف اپسیلون دلتایی بل کنید، من هنوز نگفتم، بذارید وقتی که گفتم راجع به صحبت کنید. بسیار عالی. خب عرض به خدمت شما، این از این صفحه کنار تخته میشه ببندید؟ یعنی چی؟ یعنی این تیکه چت و اینا رو خب ما نمیتونم ببینم چی میگن بچه ها، ولی شما خودتون میتونید. صفحه باز نیستش. ببینید شما خودتون اگر که بیاید روی صفحه تخته وایسید، یه علامت مربع میاد، میتونید اون دکمه رو بزنید صفحه فول اسکرین بشه. یعنی شما اون گزینه رو دارید خودتون. نه من یه تخته دارم به جور خودم، من هیچ صفحه دیگه باز نکردم، نمیدونم چی رو میگید. من نمیدونم این چیزی که میگید چیه. من فقط تخته است، کنارشم تصویر خودم و چت. خب پس این در مورد تعریف پیوستگی. ببینید من میتونم پیوستگی یه طرفه هم داشته باشم، خب یعنی پیوستگی از راست یا پیوستگی از چپ. مثلا من میگم f در c از راست پیوسته است، اگه حد x به سمت c مثبت بره fx میشه بشه fc، یعنی هم با تعریف حد از راست. و میگم که f در c از چپ پیوسته است، اگر که لیمیت x به سمت c منفی بره fx بشه fc. و خب بنابراین طبق این تعریف f در c پیوسته است اگر f در c از چپ و از راست پیوسته باشه. ببینید فهمم یک نکته کوچیک بهتون بگم. ببینید کتاب یه چیزی قائل شده، گفته من مثلا اگر که f، بذارید یه صفحه جدید اضافه کنم، به من بزنید اینو تعریف بگم. من F تعریف شده رو بازه بسته A به A رو میگم پیوسته اگر F در همه نقاط بازه آب پیوسته و در آب از راست پیوسته و در B از چپ پیوسته باشه.
خب من یه تابع از باز بسته به آ رو میگم که پیوسته است اگه تو همه نقاط درون بازه پیوسته باشه و تو نقطه انتهایی دو نقاط انتهایی هم از چپ و راست پیوسته باشه. ببینید بچه ها، این یه تعریف، این چیزی که کتابتون میگه، خب منم اوکی هم باش، منتها علل اصول وقتی که دامنه تابع بازه بسته است در چنین شرایطی، من نمیگم تو آ از راست پیوسته است، تو بی از چپ پیوسته است، معمولا تو چنین شرایطی میگیم اف در خود آبه اصلا پیوسته است. دقت کنید، این خیلی مهمه که دامنه من بازه بسته آبه است، من اصلا تو نقطه سمت چپ آ اف تعریف نشده. وقتی که دامنه بازه بسته آبه است، من وقتی میگم دیگه نمیگم اف از راست پیوسته است، میگم اف در آ پیوسته است. خب ولی اگر بازه از چپ هم تعریف شده بودش تو سمت چپ آب، حالا مثلا فقط از راست پیوسته بود، و وقت میگیم از راست پیوسته است. این یه اختلاف نظری که در کتاب و در بیان ما وجود داره، ولی فقط یه تفاوت کلامیه، خیلی سخت نگیریم. همه مطمئنیم وقتی که میگیم تو بازه بسته آب پیوسته است، قطعا منظورمون اینه که از سمت راست تو آب، از سمت چپ تو بی پیوسته است. خب اختلاف کلامی خیلی مهم نیست، ولی من اگه گفتم اف در آ پیوسته است تو چنین شرایطی، بدون همون منظور از راست پیوسته بودنه. اوکی، یعنی وقتی که آ نقطه ابتدای بازه است، فقط تو این شرایط، وقتی من گفتم پیوسته یعنی از راست پیوستگی، بر بی هم وقتی گفتم پیوسته یعنی از چپ پیوستگی. اوکی، این نکته ای که قرار داده بود با هم بشه. یه مثال بزنید، ببینید مثلا من فرض کنم تابع جزء صحیح x رو بگیرید. تابع جزء صحیح x تابعیه که به هر عدد حقیقی بزرگترین عدد صحیحی که از اون کمتر مساویه رو نسبت میده. یعنی برای اعداد بازه 0 تا 1 مقدار 0، تو خود 0 هم 0، برای نقاط 1 تا 2 کوچیکتر از 2 1، برای نقاط از 2 تا کوچیکتر از 3 2 و ادامه ماجرا. من از منفی 1 تا کوچیکتر از 0 منفی 1 و ادامه ماجرا. این تابر اگه نگاه کنین، این تو هر نقطه غیر صحیحی پیوسته است، بخاطر اینکه مثلا اگه یه نقطه اینجاها بگیرم که نقطه عدد صحیح نباشه، من چه از چپ بهش میل کنم چه از راست میل کنم، مقدار تابه دقیقا برابر با خودش. پس توی نقاطی که صحیح نیستن تابه پیوسته است، ولی تو خود یه نقطه صحیح نگاه کنید، از سمت راست که میل کنیم به مقدار تابه میل میکنه، برای من تو نقاط صحیح از راست پیوسته است، ولی از چپ که میل میکنیم به یه دونه کمتر از اون میل میکنه. پس تو نقاط صحیح از چپ پیوسته نیست، از راست پیوسته است و از چپ پیوسته نیست. خب این یه مثال دیگه. و حالا این هم دیگه تست کنیم، وقتی که من پس دو تا نقطه انتهایی دارم، نقطه انتهایی چپ میگم اف در سی پیوسته است، اگه که حد x به سمت سی مثبت بره اف x میشه اف سی، و میگم نقطه انتهایی سمت راست دامنه میگم اف در سی پیوسته است، اگه لیمیت x به سمت سی منفی بره اف x بشه اف سی. این همون چیزی بود که دو تا اسلاید جلوتر هم گفتم. مهدی آلبویه بفرمایید. سلام. ببخشید اسلاید قبل میشه بیارید من یه سوال بپرسم؟ ما اگر یه تابع داشته باشیم مثلا از نقطه آ تا ب، آی بسته تا ب، حالا فرقی نداره بشه، این پیوسته باشه مثل همین براکت ایکس که اینجا داریم، توی نقطه مثل صفر مثبت میتونیم در مورد پیوستگی صحبت کنیم؟ ببین پیوستگی، صفر مثبت نقطه نیست. صفر مثبت یه نمادگذاریه که داره به شما میگه چی کار کنی. ما عددی به اسم صفر مثبت نداریم، ما عدد صفر داریم، عدد 25 صدم داریم. صفر مثبت صرفا یه نمادگذاریه که منظورش اینه که حد از سمت راست بگیر یا حد از سمت چپ بگیر. یعنی من تو اینجا هیچ وقت نمیگم تو صفر مثبت مقداریه که تو صفر منفی مقدار منفیه، که ما صفر منفی و صفر مثبت نداریم، تو صفر داریم که تو صفر مقدار صفر. این درسته، این یه مفهومه، من اینو متوجه هستم، ولی منظورم اینه که خب ما الان روی تابه میتونیم اینو ببینیم که
توی همه اون نقاط پیوسته است. درسته که اون نقطه چه نقطه پیوسته است؟ اما تو کدوم نقاط پیوسته است؟ مثلا همین صفر، مثلا از صفر تا یک باز، این الان کاملا یه تابع پیوسته است. اگه تابه رو ببین، این اگه این تابه رو از روی این بازه تعریف کرده بودیم، این تابه همه جا پیوسته بود. خب اگر دامنمون رو این گرفته بودیم، اما الان که دامنمون کل آره، تو هیچ کدوم از اعداد صحیح پیوسته نیست. اوکی؟ بله، توی همین دامنی که هم مثلا گرفتیم این، اوکی من متوجهم، تو کل پیوسته نیست. توی همین دامنه ما میتونیم بگیم روی همه نقاطش پیوسته سیه، این قبل. نه خب پیوسته نیست دیگه، اینجا الان سمت چپ به صفر میل کنیم، به یه مقدار دیگه میل میکنیم، بگه چجوری میخوای بگی پیوسته است؟ حالا من همین باز فرمودی. آها، تو صفر و یک بله، تو این بازه در همه نقاطش پیوسته است، این درست. بله، تو بازه صفر و یک نیم باز با همه نقاط. اوکی، یعنی در هر صورت اون مفهومه رو نمیتونیم تعریف کنیم، بگیم اون نقطه پیوسته است. خب سید علی طباطبایی بفرمایید. ببخشید، حالا سوالم یکم مفهوم بشه. صفر مثبت مثلا صفر منفی نمیگیم، حالا برای یک بگیم یک مثبت یک منفی اشتباه میشه. نه اصلا باید. ما یک مثبت یک منفی عدد نداریم. ما تنها جایی که شما تو ریاضی عمومی اگه هر جایی جز در لیمیت، یعنی وقتی که دارید بنویسید لیمیت مثلا x به سمت هر جای جز اینجا از عبارت یک منفی و یک مثبت استفاده کنید، یک صفر گنده مهمون ما میشید، نه صفر مثبت نه صفر منفی، خود صفر. یعنی بعد بگیم از یک سمت راست یک چپ. نه ببین، اصلا من میگم یک منفی، صفر منفی، ده منفی، هر ایکس منفی، وای مثبت، این فقط و فقط یه نمادی که اینجا تو لیمیت شما اجازه دارید استفاده کنید، دقیقه این قسمت لیمیت. اگه یه چیزی رو نوشتید یک منفی، صفر مثبت، اینا همش اشتباهه، غلطه. اینا دارم میگم منفیه که میگین یک منفی، منفیه من اگر من اشتباهی نیست، من چپ کامل میده فقط. آره دیگه، یک منفی آره فقط منفی. معنای چپ میده، منظورمون همون، یعنی منفیه بس اون منفیه فرق داری کنم. آره یک منفی یعنی از سمت چپ یک، منظورمون اینه. آه بس اون منفیه فرق داری دیگه. آره با اعداد منفی فرق داره. وقتی میگیم یک منفی یعنی از سمت چپ یک، وقتی میگیم یک مثبت یعنی از سمت راست یک. خب محمد رضا حاجی جلیلی شما بفرمایید. حاجی جلیلی بفرمایید و بعدش ادامه. سلام استاد. سلام استاد، این چیزی که نوشتید، گفتید که مثلا جواب لیمیت رو نمیتونید یک مثبت اینا بنویسید. خب چرا نمیتونید؟ چرا اشتباه؟ چون یک مثبت یک منفی عدد نیست. خب الان مثلا میتونیم بنویسیم لیمیت یه تابع میشه سیب؟ آخه عدد نمیشه جواب یه لیمیت. آخه مثلا شما مثلا صفر مثبت دقیقاً که یک نمیشه که. حالا یکش حدی بده. نه اشتباهه. حالا من دارم بهتون میگم اینو قبول کنید، این یه قرارداده فقط و فقط برای همین جایی که گفتم قابل استفاده است. اینکه من اگه بالاش بالای عددی که به دست آوردیم بنویسیم حدی چطور؟ به هیچ وجه. به ما لیمیت یا یه عدد یا وجود نداره، یا حالا مثبت منفی بی‌نهایت، دیگه چیزی نیست، حالت دیگه نداره. مرسی، خواهش میکنم. خب پس اینم از این. بعد باز یه مثال دیگه بزنیم، مثلا تابع رادیکال چهار منهای x از منهای دو دو به r. ببینید دقت کنید که اینجا الان من دامنم منهای دو دوه، خب یعنی اعداد بین منهای دو تا دوه، و اگر دقت کنید یه تابعی که یه همچین حالت نیم دایره‌ای داره که به شعاع دو از نقطه منهای دو شروع میشه میاد تا نقطه دو، دقت کنید که این در منهای دو دو از دو طرف پیوسته است، تو دو از چپ و تو منهای دو از راست پیوسته است، چون اصلا خب دیگه گزینه‌ای نداری، من تابع اینجاها تعریف نشده که بخواد پیوسته باشه یا نه، یعنی از راست پیوسته باشه یا از چپ پیوسته است، ولی نهایتاً من این تابع رو میگم که در منهای دو دو پیوسته است. این تفاوتی که حالا میگم کتاب وجود داره، نه در چنین شرطی که من دامنم اینه، من میگم در منهای دو دو حد دارد، کتاب میگه حد ندارد چون فقط حد راست و چپ داره،
ولی وقتی دامنه منهای دو دو است، من احتمالا میگم که F در منهای دو دو حد داره. خب این یه عبارتی که یه ذره اختلاف نظر داریم با کتاب در نحوه بیانش. نه اینو ولش کنید، این اصلا چیز مهمی نیستش. شما هیچی، شما اگر من گفتم حد این تابع رو تو منهای دو حساب کنید، برید حساب کنید بگید که آقا یا خود حد یا حد راست بگید میشه صفر، چه بگید خود حد میشه صفر، چه بگید حد راست میشه صفر، در هر دو صورت نمرتون رو کامل میگیرید. من گفتم حد تو منهای دو رو حساب کنید. ولی اگر که فقط برید مثلا بگید که نه اصلا حد وجود نداره، هیچی هم نگید، خب نمره نمیگیرید. اوکی. علی یاوری اگه اجازه بدی یه ذره بعدتر سوال بپرس، بذار من یه ذره برم جلو، بعدم بهت وقت میرم که بپرسی. خب ببین، من یه مفهومی هم دارم، پیوستگی روی مجموعه. میگم F رو مجموعه A پیوسته است. دقت کنید که A زیر مجموعه دامنه باید باشه. A زیر مجموعه دامنه F. خب اگه A یه زیر مجموعه دامنه F باشه، میگم F روی A پیوسته است اگه برای هر نقطه X تو A F در X پیوسته باشه. و کلن میگم F پیوسته است اگر که در تمام نقاط دامنش پیوسته باشه. پس این در حقیقت تعریف عرض به خدمت شما، پیوستگی روی یه مجموعه. به عنوان مثال من میخوام پیوستگی تابع اف ایکس مساوی رادیکال ایکس یا جی ایکس مساوی یک ایکس رو بررسی کنم. دقت کنید که تابع اف ایکس مساوی رادیکال ایکس دامنش هست آر بزرگتر مساوی صفر، یا تابع یک ایکس دامنش هست آر منهای صفر. بنابراین علارغم این که مثلا تابع یک ایکسوم قیافش اینطوریه که به نظر میرسه که در یه نقطه مثلا گسستگی داره دیگه، ببینید این مثلا نمودار تابع یک ایکسوم بود دیگه. خب این علارغم این که به نظر میرسه یه تیکش اینجوری یه تیکش اینجوری، انگار دوتا از هم گسستگی داره، مثلا به هم نچسبیده، ولی کماکان من میگم که تابع جی ایکس مساوی یک ایکسوم در تمام دامنش پیوسته است، چون صفر تو دامنه جی نیست، یعنی تو هر نقطه غیر از صفر پیوسته است، صفر هم که تو دامنه نیست. پس تابع یک ایکس همه جا پیوسته است، همینطور تابع رادیکال ایکس، تابع رادیکال ایکس هم همه جا پیوسته است، به خاطر اینکه فقط رو اعداد نامنفی تعریف شده و در تمام نقاط نامنفی هم پیوسته است. خب علی یاوری اول شما بفرمایید، بعدم علی فهیمی. بفرمایید. یه تابع اگه یه سمتش حالا منفی بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت باشه، ما پیوسته قبولش میکنیم یا نه؟ ببینید، یعنی اگه حدش توی نقطه، مثلا میگم اگه شما یه تابع رو، این تابع رو تعریف میکردید، همین تابع یک ایکسوم که مثال زدم، خب اگه اینو می اومدید میگفتید آقا من دستی میام میگم تابع من همه جا یک ایکسوم، تو نقطه صفر هم تعریفش میکنم صفر مثلا، اون وقت این تابع ناپیوسته میشد دیگه تو صفر، به خاطر اینکه حد چپ و راستش با خودش برابر نیست. اوکی. اما الان که تو صفر تعریف نشده است، یعنی صفر تو دامنه نیست، همه جا پیوسته است. ولی اگه صفر تو دامنش بود، هیچ جور شما نمیتونید تو صفر تعریفش کنید که پیوسته باشه. حالا یه مفهومی رب داره که یه ذره جلوتر میگم، یه ذره صبر کنید راجبش صحبت کنم. ولی خلاصه اگر تابع توی نقطه تعریف شده باشه، خب و از سمت چپ یا راست حدش نامتناهی باشه، اون وقت حتما تو اون نقطه ناپیوسته است. آه، این منظور اینه که شما منفی بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت عدد نیست. دقیقا. به خاطر همین، دامنه هیچ وقت نمیتونه شامل منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت باشه. مگه یادتون باشه آ رو همیشه اینجوری می نویسم دیگه، به جز جلسه قبل که یه توضیحی دادم که چرا بسته نشدم، ولی دامنه تابع من هیچ وقت شامل منفی بی نهایت مثبت بی نهایت نمی نویسم. منفی بی نهایت مثبت بی نهایت عدد نیست و نیست و نیست و نیست. علی فهیمی بفرمایید. بله. خب اگر ما بخوایم اینطوری حساب کنیم که همه توابع پیوستن، یعنی که همه توابع در دامنه،
میگم دیگه تو دامنش خب ممکنه گسستگی داشته باشه دیگه، اینا همین مثالی که اینجا زدم، اینا این تابع همه جا تعریف شده ولی پیوسته نیست تو دامنش دیگه، تو نقاط صحیحش ناپیوسته بود دیگه. شایان رعافی بفهمید. استاد الان شما گفتید توی دامنه، درسته؟ من صداتون یه ذره قطع و وصل دار شده، دوباره تکرار میکنی؟ میگم شما گفتید که تابعیتی رادیکال ایکس توی دامنش پیوسته است، درسته؟ بله بله. خب توی صفر فقط پیوستگی از راست داریم. خب چرا میگیم که توی کل گفتم دیگه، خب دامنش فقط چیز دیگه اینها، بابا به جون خودم همینو گفتم دیگه. میدونم دامنش جزء صفر هم جزء دامنش محسوب میشه دیگه، درسته؟ دیگه و تو صفر هم از راست پیوسته است اینها دیگه. ببین من صریحا اینها اینجا نوشتم، گفتم برای یه بازه پیوستگی یعنی تو مثلا نقاط ابتدای انتهایی مثلا باید از راست از چپ پیوسته باشه. بله درست. خب مهدی دادگر تو بفهمید. استاد خسته نباشید. پس اگر سوال به ما دادن که تابع پیوسته است یا نه، ما پیش‌فرض اینو بگیریم که منظورش تو دامنه خود تابع، درسته؟ بله بله. یعنی اگر که توی نقطه از دامنه پیوسته نبود، میگی توی این نقطه پیوسته نیست و مثلا توی نقاط پیوسته. کاویان زاره بفهمید. سلام، خسته نباشید. یه سوال، مثلا همین تابع جزء صحیح اگه اعداد صحیح تعریف نشده باشن پیوسته میشه دیگه نه؟ آره آفرین، خیلی سوال خوبی گفت. یعنی اگر من این تابه رو، اگر این تابه رو از آر منهای زی تعریف کرده بودم به آر، اون وقت این تابه همه جا پیوسته بود دقیقا، ولی الان که رو کل آر تعریف کردم پیوسته نیست. خیلی ممنون، خیلی حرف خوبی بود. خب بس من شایان رعوفی رو جا انداختم. شایان رعوفی بفهمید. پنج شده بود مثلا. فرشاد باشتنی شما بفرمایید و دیگه این آخرین سوال باشه، یه ذره برم جلوتر. استاد همون صفحه که سه تا نمودار بود میتونیم بیاریم؟ اون صفحه که سه تا نمودار بودم بفرمایید. استاد الان نمودار وسط رو شما فرض کنیم که نقطه بالاش نیست، بعد اگر به ما بگن توی این بازه پیوستگی داره، بعد بگیم نه، درسته؟ نه، بعد بگیم ولی اگه پیوسته است. چرا؟ نه نه، اگر این نقطه تو دامنه نبود، کلا نبود، اون وقت باید بگید این در تمام دامنش پیوسته است. باید بگیم دامنش پیوسته است، ولی اگه بگن بازه، توی بازه نه، باید پیوسته نیست. تو این بازه تعریف نشده هستن که بخواد پیوسته باشه. تو این بازه تابه تعریف نشده است، بخاطر اینکه یه نقطه تو این بازه تعریف نشده است. این دامنه این تابه که این بازه که نمیتونه باشه اگه این نقطه نبود. اون نقطه نباشه تو کل دامنه میشه چه پیوسته؟ بله دقیقاً. و بنابراین دیگه بدونی که به کل دامنه اشاره کنی میگیم اف پیوسته است اصلا. آه، مرسی، خیلی ممنون. ببخشید بچه، من فقط یه چیزی هم این وسط ها، من باز دوباره یه سوال ها بعدن جواب میدم، خواهش نیزه سب کنیم، ولی من یه سوالی که از بچه ها پرسیدن، گفتن چرا بک اسلش گذاشتی؟ معمولا رسمه که برای مجموعه ها، برای علامت اختلاف دو تا مجموعه از بک اسلش استفاده میکنن تا منها. منها یه نکته چیز ریز نظری مجموعی داره، مثلا بعضی ها ترجمه میدن اونو فقط وقتی استفاده کنن که مثلا زیر مجموعه اون باشه اینا، ولی اون چیز جنرالی که میخوایم بگیم یه مجموعه هر چی تو اون داره رو بردارش دراکشونو، معمولا با بک اسلش نمایش میدیم، فقط یه نمادگذاریه، خیلی نکته خاصی نداره. خب بریم یه ذره جلوتر. ببین بچه‌ها، ما خب قبلا در مورد حد یه قضاییایی داشتیم، مثلا گفته بودیم اگه اف و جی حد داشته باشن توی نقطه X، اون وقت جمعشون هم حد داره و حدش میشه مجموع حدا، ضربشون هم حدش میشه ضرب حدا، و مثلا تقسیمشون در صورتی که مخرج صفر نباشه و اینا. بنابراین بلافاصله اونا این نتیجه میده که اگه F و G توی بازه شامل C تعریف شده باشن و جفتشون تو C پیوسته باشن، اون وقت خیلی ساده میشه ثابت کرد که F به علاوه G هم تو C پیوسته میشه، F منهای G هم تو C پیوسته میشه، F ضرب در G هم تو C پیوسته میشه، به خاطر اینکه مثلا F به علاوه G حدش تو نقطه C میشه F C به علاوه G C، حد داره به خاطر اون قضیه حد، پس F به علاوه G هم تو C پیوسته است. یا اگر که G C ناصف باشه، F تقسیم بر G هم تو C پیوسته است. یا اگه K عدد ثابت باشه، K F هم تو C پیوسته است.
یا اگه n یه عدد مثلا سعی باشه اف ایکس به توان یک انوم هم تو سی پیوست است. حالا دقت کنید که باز دوباره اگه n زوج باشه اف سی باید مثبت باشه که بشه مثلا من ریشه انوم تعریف کنم. پس در حقیقت این بلافاصله از اون قضایه حد اینم به دست میاد. یا مثلا اگه من دوتا f و g داشته باشم که تو نقطه سی پیوسته باشه و f و یه تابع h بین این دوتا باشه، h هم تو نقطه سی پیوسته میشه. اون قضیه فشار یا ساندویچی که داشتیم عیناً مشابهش اینجا در حقیقت تعریف میشه. پس این در مورد یه نتیجه خیلی سریع و ساده از اون تعاریفی که راجع به حد داشتیم. یه نکته که یه ذره بامزه است و خیلی هم به کار میادش اینه که فرض کنید G توی نقطه مثل C پیوسته باشه، F هم توی G C پیوسته باشه. پس مثلا فرض کنید مثلا به طور مثال فرض کنید F مثلا از بازه A و B به مثلا بازه R و S باشه، آن بخش G بذارید اسم این شماره بذارم که طولانی نخواد بشه، این A1 B1 به A2 B2 باشه و مثلا F از A2 B2 باشه، مثلا A3 B3. به طور مثال فرض کنید که اینطوری باشه. خب و C یه نقطه باشه توی A1 B1 به عنوان مثال. خب فرض کنید اینطور بشه. پس اگر که در حقیقت این G که اولی از توی C پیوسته باشه، یعنی این تابعی که از اینجا داره به اینجا میره توی این پیوسته باشه، F هم توی G C پیوسته باشه، یعنی تو تابعی که از اینجا داره به اینجا میره، اون وقت اگه من F O G رو بگیرم که از اینجا به اینجا میاد، پس با این از C به G C پیوسته رفتم، با اینم از G C به F O G C پیوسته رفتم، اون وقت اون چیزی که از اینجا به اینجا میاد با F O G این پیوسته میشه. اوکی؟ در حقیقت پس ترک خودمونیش این میشه، ترکیب دوتا تابع پیوسته پیوسته است. اوکی؟ پس اگه G تو نقطه C پیوسته باشه، F هم تو نقطه G C پیوسته باشه، اگه دو تا با هم ترکیب کنیم از مجموعه اولیه به سومیه، F O G هم پیوسته میشه. اوکی؟ و دقت کنید که وقتی من پیوستگی میگم دیگه با تمام ملاحظاتی که حالا نقطه درونی باشه یا اگه لب مرز چی میگن، اگه نقطه انتهایی باشه مثلا حد چپ و راستش و همه اون قصه هایی که تا الان گفته بودیم. اوکی؟ چند تا مثال از توابع پیوسته بخوایم بزنیم. ببینید چند جمله یا پیوسته میشن به خاطر اینکه تابع fx مساوی x پیوسته است، به توان رسوندنم پیوستگی رو حفظ میکنه، پس من میتونم به توان برسونم. ضرب در یه عدد ثابتم که گفتیم پیوستگی رو حفظ میکنه، پس میتونم در یه anxn رو بسازم. جمع توابع پیوستم که پیوسته است، پس چند جمله یا پیوسته میشه. اوکی؟ یا توابع گویا در تمام دامنه‌شون پیوسته حالا هستن، بخاطر این توابع گویا معمولا ما فرض میکنیم که تو ریشه های مخرج تعریف نشدن. دقت کنید، اگر فرض کنید در ریشه های مخرج تعریف نشدن، خب وقت اتفاقی میفته در تمام دامنه‌شون پیوستن، بخاطر این حاصل تقسیم دو تا چند جمله این که چند جمله یا خودشون تابع پیوستن. عرض به خدمت شما تابعی که تو یه نقطه فقط تعریف شده رو هم ما پیوسته میگیم، مفهوم در حقیقت حد چیز نه، اون استثنای کوچولوییه که ما تابعی که فقط توی نقطه تعریف شده پیوسته میگیم، ولی شما تو زندگیتون کار به کار تابعی که فقط توی نقطه تعریف شده باشه ندارید. بعد x به توان m انوم، حالا با اون باز ملاحظه که اگه n زوج باشه دامنش عدد نامنفیه، باز دوباره همه جا پیوسته است. قدر مطلق x همه جا پیوسته است. توابع مثلثاتی، حالا همون قدر که میدونید سینوس کوسینوس و تانژانت کوتانژانت چیه، اینا هم توابع پیوسته هستن. عرض به خدمت شما این یه مثال های ساده ای از توابع پیوسته. باز دوباره یه مثال بزنیم، مثلا توابع قدر مطلق x تقسیم بر جذر قدر مطلق x به علاوه 2 رو نگاه کنیم. دقت کنید که ببینید این صورت که قدر مطلق x که توابع پیوسته است، همین الان گفتیم x به علاوه 2 چون جمع دو تا توابع پیوسته است پیوسته است. قدر مطلق x به علاوه 2 ترکیبه تابع قدر مطلق و x به علاوه 2 که ترکیب دو تا تابع پیوسته پیوسته است.
جذر قدر مطلق x به علاوه 2 هم باز دوباره ترکیب تابع رادیکال و قدر مطلق x به علاوه 2 که اینم باز پیوسته است. تقسیم دو تا تابع پیوسته هم پیوسته است، فقط باید مخرج صفر نباشه. دقت کنید که تو منهای 2 این تابع تعریف نشده، بنابراین یعنی اصلا تو دامنش نیست منهای 2، بنابراین این تابع همه جا پیوسته است. اوکی، تابع تانجانت هم دقت کنید در تمام دامنش پیوسته است، تانجانت یه جاهایی تعریف نشده است دوباره، یعنی تابع تانجانت مثل اون یک ایکسومه که تو صفر تعریف نشده است، تابع تانجانت مثلا تو پی دوم یا اونی که شما بهش میگید 90 درجه در حقیقت اونجا تعریف نشده، بنابراین هر جایی که تعریف شده تابع تانجانت هم پیوسته است. خب فاطمه رجی بفرمید. سلام، صدای من داری؟ بله بله بفهمید. نکته ای که درباره پیوستگی F و G گفتید درباره داشتن حد و مشتق پذیری هم صادقه؟ در مورد حد نسبتا حد یه ذره پیچیدگی داره، ولی بله درست در مورد مشتق پذیری صحبت میکنید. و یه سوال دیگه متشکرم، این شرط ما کافی در نظر میگیریم یا لازم؟ یعنی ممکنه که مثلا خارج از این دوتا هم اف او جی حد داشته باشه و پیوسته باشه، یعنی بل. بل. اون تابع ناخلی نه تو پیوسته باشه نه جی پیوسته باشه ولی اف او جی پیوسته بشه، این اتفاق میشه. متشکرم، خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب سیدعلی طباطبایی چون قبلا سوال پرسیده، امیر حسین فلاحتی بفرمایید. بچه من اونقدی که یادم بمونه اولویت رو به کسایی میدم که قبلا سوال نپرسیدن، که این مثلا تو سوتی دادم دیگه ببخشید دیگه. فاطمه رجی دستتون میبرین پایین. استاد صدای منو دارین؟ بله بله بفهمید. سلام، خسته نباشید. سلام، ببخشید تون تابعی که گفتید که یک ایکسوم پیوسته است، یا مثلا تانژانت و کوتانژانت گفتید پیوسته است، همون گفتین به خاطر اینکه تو دامنش مثلا تو بعضی از نقاط تعریف نشده باشه مثلا اینجوری میشه، اما تو دبیرستان مثلا نکته ای که به ما گفتن اصلا یکی از راه های شناخت پیوستگی همین تعریف نشده بودنه، یعنی منظور اون نقاطی که تعریف نشده باشه رو ما میگن اصلا تابع بزن ناپیوسته. اگه این حرفای دبیرستان اینجا بنویسید، یعنی بنویسید تابع تانژانت پیوسته نیست، اون وقت ما با اجازهتون یه نمره درست حسابی ازتون کم میکنیم که خاطرات دبیرستان کامل فراموش کنید. باشه، ممنون استاد. مهدی مشهدی شما بفرمایید، بعد من باز سلام. سلام بفرمایید. سلام میاد. بله بله استاد، اگه از من پرسن تانژانت x در r پیوسته است درسته؟ تانژانت x در r تعریف نشده است، بنابراین اصلا پیوستگی بله بس نیست. اصلا کسی که این سوالو پرسید بهش بگید من تانژانت x تعریف شده است که حالا بخواد پیوسته باشه، یعنی پیوستگی مفهومی بعد از تعریف شدن تو همه تو نقطه، وقتی تو آر تعریف شده در دامنش پیوسته است، در دامنش پیوسته است ولی رو آر پیوسته نیست، چون رو آر تعریف نشده اصلا. خیلی ممنون. یه سوال علی محسنی هم جواب بدم بعد بریم یه ذره جلوتر، باز دوباره بعدن سوال رو جواب بدم. بفرمایید علی محسنی. در دامنه، یعنی نقاطی که توی دامنه نیست، ما اصلا حق نداریم حدش رو حساب کنیم، درسته؟ نه، حدش رو میتونیم حساب کنیم، راجع پیوستگیش نمیتونیم حرف بزنیم. اتفاقا حد یکی از کاربرداش تو نقاطیه که تابع تعریف نشده، ما حد مثلا اف ایکس مساوی نمیدونم مثلا 1 ایکس اون میگفتم وقتی تو دامن نبود، تو صفر مثلا حدش رو میگفتم، مثلا میگفتم حالا وجود داره نداره، مثلا برای 1 ایکس اون وجود نداشت، ولی حد اتفاقا یکی از کاربرداش برای نقاطیه که تو دامنه نیست، چون به طور خاص با اف خودش کار نداره، ولی پیوستگی حتما لازم داره تو نقطه تابع تعریف شده باشه. یکی دیگه یعنی که اثباتش توی کتاب هست و توی امتحان میاد، شما نمیگی؟ اثباتش در این حد نیستش، ولی من جلوتر یعنی یه جلسه هست که تعریف اپسیلون دلتا اینا رو میگم، اونجا خب تعریف حد اینا رو میگم، ولی مثلا این اثباتش هیچی نیست جز قضیه حد ضرب و تقسیم و اینا، یعنی فقط و فقط به خاطر قضیه حد و ضرب و تقسیم برابر، یعنی اثباتش دقیقا اینه که خب لیمیت حاصل ضرب میشه ضرب لیمیت ها، پس ضرب تابع پیوسته پیوسته است. اثباتش هم یه خطه، یعنی چیز سختی نداره برای اثبات. خب این از این، پس یه ذره بریم جلوتر، بزنیم یه مثال دیگه بزنیم، بیاین این تابع x2 منهای x تقسیم بر x2 منهای 1 رو بگیریم. دقت کنید که من این تابعم توی نقطه منهای 1 و 1 که مخرج صفر میشه تعریف نشده است. خب
این نمودار تابع منه، تابعی که یه همچین قیافه‌ای پیدا میکنه و مثلا اینجا یه همچین قیافه‌ای پیدا میکنه. دقت کنید که من لیمیت اف x وقتی x به سمت 1 بره، من این تابع صورت رو میتونم بنویسم به صورت x ضرب در x منهای 1 تقسیم بر x علاوه 1 در x تقسیم بر x منهای 1. خب بنابراین وقتی که x به سمت 1 داره میل میکنه، اتفاقی که میفته اینه که ببینید، بذارید من این تابع رو بنویسم، بذارید یه جا بالاتر بنویسم که قاطی نشه. ببینید دقت کنید که f x مساوی x در x منهای 1 تقسیم بره x منهای 1 در x به علاوه 1. خب این تعریف f x دیگه. ببینید حالا اگه من حد f x وقتی x به سمت 1 بره رو بخوام حساب کنم، چون x وقتی حد به سمت x به سمت 1 بره رو دارم حساب کنم، خود یک کار ندارم، برای من مطمئنم x منهای 1 صفر نیست. برای من میتونم این دو تا x منهای 1 صورت و مخرج رو با هم بزنم، این میشه حد x به سمت 1 بره x تقسیم بر x به علاوه 1، که خب این میشه 1 تقسیم بر 1 به علاوه 1 که میشه 1/2. خب عرض به خدمت شما، پس حد x به سمت 1 بره f x میشه 1/2. خب همینطور که مثلا اینجا میبینید این x مساوی 1 مقدارش هست برابر با 1/2، این نقطه نیست، این اینجاست، اون نقطه یه چیز دیگه است. خب عرض به خدمت شما حد همینجاست، من معذرت میخوام، این 1/2، این یه ذره اسکیلش بده، 5 تیکه کرده، این 1/2. حد x به سمت منفی 1 بره f x میشه بی نهایت منفی 1 منفی بره، یعنی از سمت چپ من به منفی 1 میل کنم به سمت بی نهایت میرم، از سمت راست میل کنم به سمت منفی بی نهایت میرم. خب بنابراین این تابع اگرچه نه تو منهای 1 تعریف شده نه تو 1، دقت کنید که تو 1 هم ما نمیگیم تعریف شده ها، تو 1 و منهای 1 چون مخرج 0 تعریف نشده، ولی اگرچه یه تفاوتی بین منهای 1 و 1 هست، توی منهای 1 حد نداره، از سمت راست مثبت بی نهایت، از سمت چپ منفی بی نهایت، جفتش هم مثبت بی نهایت بود باز میگفتیم حد نداره تو منهای 1، ولی توی نقطه مثبت 1 حد داره، حدش 1/2. خب در حقیقت من در چنین شرایطی میتونم تابع رو یه جور خوبه پیوسته به مثبت 1 هم گسترشش بدم. در حقیقت من میتونم یه تابع جدید تعریف کنم با f بزرگ x نمایشش میدم که تو نقاط غیر از 1 خود f x کوچیک f عادی هست، تو نقطه 1 هم خودم 1/2 تعریفش میکنم، یه تابع جدیده که توی نقطه 1 هم تعریف شده علاوه بر همه نقاطی که f کوچیک توش تعریف شده بود، و این تابع جدیدی که تعریف کردم تو نقطه 1 دیگه تعریف شده است. در حقیقت من الان دیگه باید این دایره رو پررنگش کنم برای اینکه رفع ابهام بشه. خب در حقیقت این میشه f بزرگ. خب پس توی نقطه هم دیگه تعریف شده است، و اگر نگاه کنین حالا دیگه این تابع f بزرگ تو نقطه 1 پیوسته هم هستش، یعنی من میتونم یه جوری تعریف کنم f رو تو نقطه 1 که تابع پیوسته باشه. در چنین شرایطی ما میگیم این f کوچیک در حقیقت یه ناپیوستگی قابل رفع توی 1 داره. خب به این معنی که در حقیقت حالا f چون 1 تو دامنش نیست اصلا ناپیوسته نیست. دقت کنید که این یه ترکیب ناپیوستگی قابل رفع. بذارید من اینو برای که سوء تفاهم پیش نیاد اینجوری بنویسم، f در 1 این ناپیوستگی قابل رفع با همه، منظورم این نیست که ناپیوسته است، منظورم به اینه که در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که این f اگرچه تو 1 تعریف نشده، یا ممکن بود اصلا تو 1 تعریف شده باشه f کوچیک، مثلا ما f رو تو 1 تعریف کرده بودیم 2، خب مثلا ممکن بود اینطوری تعریف کرده باشیم دیگه، این داره میگه که این ناپیوستگی قابل رفع داره. ناپیوستگی قابل رفع یعنی چی؟ یعنی من میتونم f رو تو اون نقطه مقدارش رو یه جوری تعریف کنم که تابع جدید دیگه تو اون نقطه پیوسته باشه.
پس ناپیوستگی قابل رفع معنیش این میشه که با تعریف مناسب F در آن نقطه تابع پیوسته شد. خب پس وقتی که من میگم که F یه تابع ناپیوستگی قابل رفع داره، در حقیقت A مشکلی که پیش اومده اینه که اینو من بردم ولی نقطهشو نبرد. وقتی میگم F ناپیوستگی قابل رفع داره، یعنی من میتونم F رو تو اون نقطه یه جوری تعریف کنم که تابع پیوسته بشه. اوکی، پس این در مورد ناپیوستگی قابل رفع. دقت کنید که تو ناپیوستگی قابل رفع یه ذره این توی لیترچر به قول معروف اختلاف نظر بین علما، ولی میتونه تو اون نقطه اصلا تعریف نشده باشه یا تعریف شده باشه و پیوسته نباشه. یعنی مثلا میگم چه کسی اینجا اومده بود توی این نقطه تعریف کرده بود، گفته بود دو، من میگفتم ناپیوستگی قابل رفع داره، چه الان میگم ناپیوستگی قابل رفع داره. پس قصه ناپیوستگی قابل رفع یعنی که من بتونم با تعریف مناسب F تو اون نقطه ناپیوستگی قابل رفع داشته باشم. ولی مثلا ناکن منهای یک ناپیوستگی قابل رفع نداره، من هر مقداری هم تعریف کنم F تو نقطه منهای یک، میخوام دو تعریف کنم، میخوام صفر تعریف کنم، میخوام منهای دو تعریف کنم، هر چی تعریف کنم این تابع پیوسته نمیشه. حتی اگه این حد دوبر مشکل مثبت منفی بی نهایت نبود، یه از دوبرم که میرفتی مثبت بی نهایت بود، باز چون من نمیتونستم تابع رو توی نقطه بی نهایت تعریف کنم، ناپیوستگی رو میگفتم غیر قابل رفعه. خب یعنی الان بذار من یه مثال بزنم، این مثالم بزنم بعد سوالا رو جواب بدم. fx مساوی یک تقسیم بر x2 رو بگیرید از r منهای صفر به r. خب این الان لیمیت x به سمت صفر بره fx، این میشه مثبت بی نهایت، ولی کماکان صفر ناپیوستگی غیر قابل رفع است، به خاطر این که من تو صفر اگه بخوام یه چیزی تعریفش کنم که پیوسته شد بی نهایت تعریف کنم و بی نهایت عدد نیست بر بار چندم، برای من نمیتونم تو صفر بی نهایت تعریف کنم که پیوسته بشه، پس میگم ناپیوستگی غیر قابل رفع داره تو صفر. خب مثل این که سوالا زیاد شد. علیرضا قربانی فکر کنم قبلا سوال پرسیده بود، مهدی رشنام همینطور، سدلی طباطبایی هم همینطور، سید محمد رضا تقوی هم تو، محمد رضا صحابی فکر کنم اولین کسیه که قبلا سوال نپرسیده بود. بفرمایید. بله بله، سوال داشتم می‌خواستم ببینم که الان هم که میگی ناپیوستگی غیر قابل رفع، اصلا چه لزومی داره این کار بکنه؟ خود تابع که دامنش پیوسته است. آره آره، این تابع پیوسته است. خیلی وقتا ما خب در حقیقت این بعداً می‌بینیم چیزه، به خاطر اینکه خوشحال میشیم تابع رو تا جای ممکن تعریفش کنیم. خب اینجا به نظر میرسید واقعا این سوراخی که اینجا داشتیم یه سوراخ الکی بود دیگه، به نظر میرسید بابا خب اینجا تابع بعد مقدارش یه دوم می بود دیگه، فقط یه مشکلات جانبی باعث شده بود من اینو اینطوری تعریف نکنم. یعنی این فقط حد بحثیده که میتونیم اینو درستش بکنیم، چون خوشحال میشیم تا میشه دامنمون بزرگ باشه دیگه. قبل و بعدش نظر پیوستگی فرقی نمی کنه. آره فقط پیوسته. بله بله، چه ولی هم قبلش تو دامنش پیوسته بود، هم بعد از اینکه اینو اینطوری تعریف کرد تو دامنش پیوسته است. یه جاهایی لازم داریم فقط برای خوشحالی دیگه، حالا واقعا چیز نمیگم، من میگم برای خوشحالی، یه نکته ای داره، یعنی ما خوشحال میشیم منظورم این نیست که فقط مثلا دلمون قیلی ویری میره، خوشحال میشیم چون کاربرد داره. خب سهیل احمدی بفرمایید. استاد من الان دوچاری دوگانگی شدم، این تابع پیوسته است ولی ناپیوستگی قابل رفع داره. آره ببین گفتم این ناپیوستگی قابل رفع، دقت کن که کل این یه عبارته، چون اصلا توی این نقطه که تعریف نشده است که من بخوام بگم اصلا پیوسته است یا ناپیوسته. اوکی. آها، یعنی فقط مختص اون نقطه است. آره آره، ولی تو این نقطه یک عبارتی از ناپیوستگی قابل رفع یا ناپیوستگی غیر قابل رفع. در حقیقت وقتی از ناپیوستگی قابل رفع صحبت میکنم، منظور اینه که آیا من میتونم این رو
به جوری به دامن، اگه تو دامنه نیست جوری به دامنه اضافه کنم که قابل رفع باشه. یه موقعی هم ممکن ناپیوستگی قابل رفع برای یه نقطه باشه که تو دامنه بوده از قبل، مثلا این سه تا نقاشی هایی که اولش بهتون نشون دادم. ببین مثلا من تو این نقطه ناپیوستگی قابل رفع داشتم، با اینکه این نقطه تو دامنه بوده ولی باز ناپیوستگی قابل رفع داره. درست، خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب من داشتم تا کجا، سهیل احمدی بفرمایید. آنه امیر صادقی، ببخشید امیر صادقی بفرمایید. استاد در مورد ناپیوستگی قابل رفع تو نقطه بذارم مثبت یک میتونیم بگیم که حد سفرات برابره، و تو نقطه منفی یک میبینیم که حد سفرات برابر نیست. میتونیم بگیم که چون حد سفرات برابر نیستش غیر قابل رفعه، در حقیقت حد سفرات برابر نیست یا وجود نداره. در حقیقت یه توی نقطه من یعنی ناپیوستگی قابل رفع دارم اگه تو اون نقطه حد داشته باشه. دقیقا 100% درست. بسیار عالی. خب امین هاشمی، محمد امین هاشمی بفرمایید. بله 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 ببخشید آخرین بزنم همین. تو اون نقطه ای که ما یه دایره تو خالی داشتیم، اگه سوال اینجوری بود که تو همون نقطه مثلا بالاش یا پایینش یه نقطه توپر داشتیم، بازم قابل رفع بود ناپیوستگی. آره باز میگفتیم ناپیوستگی قابل رفع داره، ولی اون موقع دیگه تابه تو تمام دامنش پیوسته نبود. به من این تابه الان تو تمام دامنش پیوسته است، ولی مثلا اگه اینجا یه چیز توپر داشتم دیگه در تمام دامنه پیوسته نبود، ولی باز کماکان ناپیوستگی قابل رفع بود. دقیقاً این نکته که دوستتون گفتن درسته دیگه. من یه جا میگم ناپیوستگی قابل رفع داره اگه اون حد داشته باشه و حدش یه عدد باشه. خیلی من خب من یه رضا براتی شما بفرمایید. یکی دو تا سوال دیگه جواب بدید. سلام بفرمایید. ببخشید من الان رفت تا خواستم دستم بیارم پایین، شما میتونستم سوال کردید. سنا منصوری بفرمایید. از نکنید بذارید دست بدم سوال بپرسم. نه نه چی حالا بذار بعد دیگه، حالا بذار بعد. آره میگن دست بدم. سنا منصوری بفرمایید. سلام سلام. استاد سوال من اینه که الان مثلا تابه 1x2 1x2 که مثال زدیم، خب تو دامنش الان میگیم که اونا پیوسته، بعد میگیم که توی صفر خب عضو دامنمون نیست، اما دلمون میخواد بریم لفظ پیوستگی رو برای غیر دامنه هم بگیم. در حقیقت دوست میخواییم ببینیم که میتونیم به نقاط بیشتری گسترشش بدیم یا نه. خب یعنی آره، ولی اینجا برای صفر هیچ جوری نمیتونیم درستش کنیم. یعنی ببین ما علل اصول تابه پیوسته از تابه ناپیوسته بیشتر دوست داریم، خب چون صرف خواص خوب داره، و برای ما خوشحال میشیم حتی الامکان تابه پیوسته باشه. برای ما این مسئله اینه که اگه من میخوام گسترشش بدم خوشحال میشم، تا میشه دامنمو گسترش بدم و تا میشه پیوسته گسترش بدم. ناپیوستگی قابل رفع میگه اوکیه، تو میتونی هم گسترش بدی هم میتونی پیوسته بدی، گسترش بدی حالا گسترش یا توسعه. خب میگه میتونی این کارو خوب انجام بدی، نگران نباش. ولی مثلا خب یک تقسیم بر x2 میگه این صفر درد بی درمونه دیگه، هیچ کاریش نمیشه کردش. خواهش میکنم. خب محسن حبیبی شما بفرمایید دیگه، بعد من ادامه بدم بعدن سوالای دیگه بیشتر جواب بدم. نعم استاد، تابع گویایی داریم که در دامنه خودش ناپیوسته باشه؟ تابع گویا نه، همیشه تو دامنش پیوسته است دیگه، بخاطر اینکه حاصل تقسیم دو تا تابع پیوسته است. خواهش میکنم. خب پس بچه ها من بقیه سوالا رو بعدن جلوتر جواب میدم. پس این تعریف رسمیش، ما تابع اف بزرگ رو میگیم یه توصیه تابع اف کوچیکه اگر که برای هر ایکسی تو دامنه اف، اف بزرگ با اف کوچیک برابر باشه و اف توی یه نقاط دیگه خارج از دامنه هم تعریف شده باشه. بعد اگه که توی این نقاط جدیدی که تعریف شده، چون یه سه نقطه هست که خارج دامنه بود، پیوسته باشه، میگیم اف توی نقاط توصیه پیوسته اف کوچیکه. مثلا توی این مثال اف بزرگ توصیه پیوسته اف کوچیک توی یک بود و توصیه پیوسته تو منهای یک نداری. خب این تعریف دیگه رسمیش. به عنوان مثال ما خیلی وقتا توصیه پیوسته تابع گویا، ببین ما تابع گویا گفتیم تو نقاطی که مخرج صفر تعریف نشده است، ولی خیلی وقتا ما تابع گویا رو توصیه پیوسته میتونیم بدیم، و معمولا برای تابع گویا اگه من بتونم توصیه پیوسته بدم با مخرج مشترک میتونم این کارو بکنم.
به عنوان مثال این تابع رو در نظر بگیر x چهار منهای 2 x بله 2 x منهای 1 تقسیم x چهار بله 3 منهای 3 x 2 منهای 3 منهای x بله 2. اینا اگه تجزیهش کنید صورت میشه x منهای 1 به توان 3 تقسیم بر ضرب x بله 1، مخرج میشه x منهای 1 به توان 2 در x بله 2 در x بله 1. ببینید من مخرجم 4 تا ریشه داره، یه 1 یه منفی 2 یعنی 2 تا 2 بار 1 یه منفی 2 یه منفی 1. ببینید تو منفی 1 این قابل توسیع پیوسته هست، به خاطر که تو منفی 1 من این x علاوه 1 و x علاوه 1 رو خارج نقاط منفی 1 میتونم با هم ساده کنم، بنابراین میتونم یه جوری تو منفی 1 تعریف کنم که تابع پیوسته بشه. خب پس تو منفی 1 من توسیع پیوسته دارم، تو خود 1 هم توسیع پیوسته دارم، به خاطر اینکه این x منهای 1 به توان 2 رو میتونم با x منهای 1 به توان 2 صورت ساده کنم، تو صورت حال باز x منهای 1 میمونه، مهم نیست مخرج ولی از بین میره. پس برای تو یک هم من توصیه پیوسته دارم، ولی تو منفی دو دیگه توصیه پیوسته ندارم، بخاطر اینکه این x علاوه 2 رو نمیتونم با چیزی تو صورت ساده کنم. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که تو منفی دو من حد چپ و راستم مثلا میشه مثبت منفی بی‌نهایت و پیوسته چیزه ناپیوستگی غیر قابل رفع داره. بنابراین پس یک و منفی یک میشن قابل رفع، منفی دو میشه غیر قابل رفع. خب سپهر مظاهری، چون دو نفر دیگه باز بکنم قبلا سوال پرسیدم، بفهمید سپهر مظاهری. سلام صدای من هست؟ بله بله بفهمید. من یک سوال دارم، اول اینکه این توصیه پیوسته من درست متوجه نشدم، اگه میشه یه بار دیگه توضیح بدید. و یه سوال دیگه هم دارم، اگه ما یه تابع داشته باشیم که در یک باز تعریف نشده باشه، مثلا x مساوی با یک باشه تابعمون، مثلا در بازه صفر تا یک تعریف نشد خالیه، خب الان اینجا را هم میتونیم پیوسته نه آره کنیم. فهمیدم. ببین نه، در حقیقت ما پیوستگی ناپیوستگی قابل رفع یا غیر قابل رفع فقط توی نقطه تعریف میشه، به خاطر اینکه من در حقیقت میخوام از وجود حد تو نقطه صحبت کنم. برای من روی بازه مثلا من اگه تابم رو صفر و یک تعریف نشده باشه، خب مثلا روی دوم چه پیشنهادی دارم مثلا برای تعریف؟ نکته اینه که اصلا من از حد راجع به یه دوم نمیتونم صحبت کنم. من وقتی راجع به ناپیوستگی قابل رفع صحبت میکنم نیاز به وجود حد دارم، و چون توی مثلا اگه توی صفر و یک تعریف نشده باشه، توی یه دوم اصلا راجع به حد نمیتونم حرف بزنم که بگم ناپیوستگی قابل رفع یا غیر قابل رفع داره. و به ناپیوستگی قابل رفع فقط تو تک نقطه ها قابل بحثه، حالا یه چیزایی که این ورنورش به اندازه کافی تابع تعریف شده باشه. به این معنی مثلا من میتونم مثلا الان بپرسم که آقا مثلا تابع جزء سعی x تو z ناپیوستگی قابل رفع داره یا نه، خب جوابش هم که نه، به خاطر اینکه تو هر نقطه صحیح به اندازه کافی تابع این ورنورش تعریف شده. من نیاز به این دارم که تابع به اندازه کافی این ورنور اون نقطه‌ای که دارم از ناپیوستگی قابل رفع یا غیر قابل رفع صحبت میکنم تعریف شده باشه، که مفهوم حد تعریف شده باشه. توی این مثال شما اینطوری نیستش. توصیه پیوسته میشه. ببین توصیه پیوسته همین دیگه. ببین این اف بزرگ، وقتی من افی دارم که توی دامنه تعریف شده، یه اف بزرگ داشته باشم که توی دامنه بزرگتری تعریف شده، و رو اون دامنه کوچیکه با اف کوچیک برابره. خب ببین میگیم توصیه تا اینجا. پس توصیه یعنی یه چیزی که توی دامنه بزرگتری تعریف شده باشه. حالا اگه تو اون نقاط جدید پیوسته هم باشه بهش میگیم توصیه پیوسته. اگه ناپیوسته بود خب بهش میگیم فقط توصیه. آها یعنی میگه خیلی من خواهش میکنم. شایان پردیس هم بپرسه، بعد باز دوباره باقی سوالا رو بذارم واسه بعد. سلام، خوب هستی؟ سلام، بفرمایید. آقا سوال من اینه که فرض کنید که تابع x مساوی f x مساوی x رو در نظر بگیرید، حالا اینو دامنش من دستی میام تعریف میکنم آر منهای q باشه. بسیار. حالا این آیا پیوسته است یا نه؟ اگه آیا شده اولا رو دامنش که پیوسته است تو تمام نقاط. خب بخاطر اینکه خب دامنش هر این نکته اینه که ما حد و فعلا بر بازه تعریف کردیم. اگه یادتون باشه من اگه دقت کنید گفتم اکثر توابعی که شما باهاش سر و کار دارید دامنه هاش باز است. این تابع قابل تعریفه و درستم هست، ولی این جزء اکثر توابعی که شما باهاش سر و کار دارید نیست. هیچ وقت زندگیتون شما با تابعی که رو آرمن های کیو تعریف شده باشه کار ندارید. ولی
اوکی من چکارش کنم؟ نه یه لحظه پیوستگی چجوری تعریف میشه؟ پیوستگی تعریف میشه، حدم تعریف میشه، ولی ولش کن الان گمراه میکنه بچه هار. اگه خواستی بیا درس آنالیز تعریف میکنیم بهتون تعریفش دقیق میگی، ولی پیوست است این تابع، یعنی رو آر منهای کیو پیوست است و تو تمام نقاط کیو هم ناپیوستگی قابل رفته. ولی خواهشن سوال اینطوری نپرسید چون الان گمراه کننده است برای دوستان. خب بچه هزه من سوال باقیشو بعدا ادامه میدم و در انتهای این جلسه میخوام یکی دوتا چیز کوچیک راجع به تابع پیوسته رو بازهای بسته متناهی بگم. عرض به خدمت شما که مثال آخر رو میشه یه بار دیگه بگید، منظورتون همین چیزه؟ این مثال است؟ مثال آخر؟ آها اوکی، خب باش. ببینید الان من این تابه رو در نظر بگیم، این تجزیه شو که فهمیدید، تا اینجاش که فهمیدید من خب این تجزیه تابه است. ببینید من الان اگه یکی بگه آقا مردی و موندی باید تو یک اینو تعریف کنی، من برای اینکه تو نقاط غیر از یک، چون ایکس منهای یک ناصفره، من میتونم ایکس منهای یک به توان دوی مخرج رو با توان دوی صورت بزنم و قیافه تابعی میشه، میشه ایکس منهای یک ضرب در ایکس علاوه یک تقسیم بر ایکس علاوه دو در ایکس علاوه یک. خب این یه تابعه است که حاصل تقسیم دو تا تابع پیوسته در نقطه یک. بنابراین در یک قابل پیوستگی قابل رفع داره. خب همینطور تو منهای یک من میتونم این دوتا رو بزنم با هم. خب در نقاط غیر از منهای یک میتونم این دوتا رو با هم ساده کنم و خب الان این چیزی که باقی مونده یه تابه است که در منهای یک پیوسته است، پس من میتونم این رو باز دوباره در منهای یک هم پیوستگی ناپیوستگی قابل رفع داره. ولی برای x به علاوه 2 که ببینید این من هیچی تو صورت ندارم باش بزنم و من این x به علاوه 2 مخرج همیشه هست تو منفی 2، برای منفی 2 یه ناپیوستگی غیر قابل رفعه، یعنی هیچ جوی نمیتونم درستش کنم تو منفی 2. اوکی خب توصیه دیگه، بیاید مثلا اگه من این تابه رو تو نقطه اینها دیگه مثال از توصیه اینجا زده بودم دیگه، اگه الان من این تابه رو تو نقطه یک مقدارش یه دوم تعریف کنم، این یه توصیه از تابه f کوچیک x میشه، f بزرگ x یه تابه توصیه f کوچیک x میشه. آره اگه عامل از مخرج هست بشه پیوستگیش قابل رفعه، دقیقاً دیگه همین رو اصلا چیزی که می‌خواستم بگم همین بود دیگه. توصیه‌های پیوسته تابع گویا معمولا با حذف عوامل مشترک به دست میاد، یعنی من میتونم عوامل مشترک رو تو مخرج بزنم. اوکی خب بچه‌ها بذارید من یه ذره برم جلو، سوال میدونم زیاد دارید ولی بهتون چیز کنم. فرض کنید که من یه تابعی داشته باشم که از آب بسته به آر پیوسته باشه، خب یعنی یه تابع باشه که رو بازه بسته آب تعریف شده باشه. یه قضیه داریم به اسم قضیه ماکس مین که میگه که اگه یه تابع داشته باشید که روی بازه بسته به طور پیوسته تعریف شده باشه، اون وقت یه x1 و x2 وجود داره تو بازه بسته AB که fx1 از f تمام نقاط دیگه کمتر مساویه و fx2 از تمام نقاط دیگه بزرگتر مساویه. در حقیقت x1 رو میگیم مینیمم مطلق تابع، x2 رو میگیم ماکسیمم مطلق تابع. خب دقت کنید این قضیه یه قضیه از نوع آن چیزی که بهش میگیم قضیه وجودی. در حقیقت میگه که شما حتما یه نقطه وجود داره که تابع کمترین مقدار خودش رو میگیره، حتما یه نقطه وجود داره که تابع بیشتری مقدار خودش رو میگیره. دقت کنید که این ماجرا مهمه که چیز باشه، این شرایطی که گفتم توش مهمه. ببینید مثلا من این تابه رو هم بازه بسته بودن مهمه هم پیوستگی. مثلا بیا تابه fx رو از بازه باز 0 1 به r در نظر بگیر که 1 x همه. خب یه تابه است که رو بازه باز 0 1 تعریف شده. دقت کنید که این تابه ماکسیموم نداره، مینیموم هم نداره، به خاطر اینکه نه 1 نه 0 توش نیستن که ماکسیموم مینیموم باشن. خب تو 0 که اصلا بی به سمت بی نهایت میره، یعنی من هیچ نقطه ای رو نمیتونم پیدا کنم که اف اون از اف همه نقاط تو صفر و یک بیشتر باشه. هیچ نقطه ای هم نمیتونم پیدا کنم که افش از اف همه کمتر مساوی باشه، چون یک تو دامنم نیست. اگه شما بگید 9 دهم 99 صدم هست که افش کمتر مساویه، بگید 99 صدم 0 ممیز 3 تا 9 که افش کمتر مساویه. اگر اینو صفر و یک بسته گرفته بودم، نیم باز، یعنی نیم باز گرفته بودم،
اون وقت اتفاقی که می افتاد توی یک اف من در حقیقت مینیموم مطلق داشت ولی کماکان ماکسیموم مطلق نداشت. یا اگه مثلا اف رو بیاید اینطوری در نظر بگیر، اف برای نقاط غیر از 0 و 1 باشه خود ایکس، تو خود 0 و 1 باشه 1 و 2. دقت کنید باز دوباره این نه مینیموم مطلق داره نه ماکسیموم مطلق، هیچ نقطه‌ای نیست که افش از اف همه کمتر مساوی بشه یا افش از اف همه بزرگتر مساوی بشه. پس من چیزی ندارم که اف از اف همه کمتر مساوی بیشتر مساوی بشه. پس این هم بازه بسته بودنش مهمه هم پیوسته بودنش مهمه. و دقت کنید که این نمیگه به من x1 و x2 کی هستن، فقط میگه بدون همچین چیزی هست، خیالت راحت. و این یه اهمیتی داره که من بدونم که حالا اهمیتشو میگن جلوتر. آره دیگه، اکسترموم یعنی یا مینیموم یا ماکسیموم، یعنی اکسترموم یه کلمه ایه که مینیموم و ماکسیموم با همون بهش میگیم، یعنی هم به مینیموم هم به ماکسیموم میگیم اکسترموم، یا اسم عام‌تری از جفت اینا. خب بچه ها ببخشید من چون تعداد سوال زیاده، کماکان من با اجازه تا جایی که یادم میاد من دست کسایی که قبلا سوال پرسیدن فعلا میارم پایین. آتنا رسولی سوال پرسیده، شایان پردیس هم فکر کنم سوال پرسیده، اگه اشتباه دستتون رو بردم پایین بعدا میاد، مهدی دادگرپور هم سوال پرسیده، علی طباطبایی هم سوال پرسیده، محمد رضا تقوی هم سوال پرسیده، پویان میرطلایی من یادم نمیاد، علی فهیمی سوال پرسیده، فاطمه خلیفه بهبهانی هم من یادم نمیاد. پویان میرطلایی بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. استاد ببخشید، مثلا اگه توی تابع x2 با مثلا بازه باز منفی 2 تا 1 داشته باشیم، اونجا هم بازم ماکسیموم و مینیموم؟ نه، مینیموم داره ماکسیموم نداره دیگه، چون هیچ نقطه‌ای نیستش که افش از اف همه بقیه بزرگتر باشه. اگر یک تو اون بازه می بود، بذارید بچه‌ها من این مثال رو یه لحظه بذارید قبل، چون خیلی از سوالا اینجاست. ببینید تو این مثال الان من هر نقطه، مثلا این نقطه رو بگیرم اف این نقطه ازش کمتره، این نقطه رو بگیرم اف این نقطه کمتره، اگر اف 0 0 می بود 0 میشد مینیمم مطلق. ولی الان اف 0 که 1/2 هر کی هم اینجا بگیرید یه چیزی از افش ازش کمتره. دقت کنید عدد 0، عدد صفر، عدد صفر به عنوان نقطه رو محور وای از اف همه نقاط کمتر مساویه، ولی عدد صفر اف هیچ نقطه ای نیست. اون چیزی که من دارم بهش میگم مینیمم مطلق یه نقطه تو دامن است که افش کمتر مساوی همه باشه. صفر مثبت عدد نیست، یک منفی هم عدد نیست. ما هیچ عددی نداریم که افش از همه کمتر مساوی باشه یا افش از همه بیشتر مساوی باشه. اوکی؟ بعد بخش یه سوال دیگه من دارم. مثلا اگه یه باز یه تابع ثابت داشته باشیم، مثلا fx مساوی a، بعد اینجا ماکسیموم مینیمومش جفتش a میشه، ماکسیموم مینیموم تابع، بله، و هر نقطه هم مینیموم مطلق هم ماکسیموم مطلق، یعنی تابع ثابت صفر همه نقاط r هم مینیموم مطلق هم ماکسیموم مطلق. بله خیلی ممنون. خواهش میکنم. فاطمه خلیفه بهبهانی بفرمایید. بله سلام. چند تا اسلاید قبل‌تر تابعی بودش که شما 1/2 برای توصیه پیوسته بهش اضافه کردین. فرض کنیم که توی خود بالاتر تابع مثلا توی اون نقطه x مساوی 1/4 تعریف شده بود. الان اگر من بیام 1/2 اضافه کنم، اون موقع تابع در 2 نقطه تعریف شده. آها نه. خب دیگه اصلا نه. اون وقت دیگه اصلا این توصیه نمیشه. توصیه باید تو نقاط قبلی همون قبلیه باشه. ولی کماکان اف، کماکان اف ناپیوستگی قابل رفع داره، به خاطر اینکه من میتونم بگم آقا به جای اینکه 4 تعریف کن اینو خط بزن بیا 1/2 تعریف کن، ناپیوستگی قابل رفع داره. ولی وقتی که من 4 رو خط میزنم 1/2 تعریف کنم دیگه بهش توصیه نمیگم، چون توصیه تو همه نقاط قبلی باید مثل خود تابع باشه. خب من باز دوباره هر کی میبینم قبلا سوال پرسیده، پس من باز دوستان با اجازهتون این زمینه میرم جلوتر که بتونم کار درسم به اونجایی که میخوام امروز برسونم. ببینید این ماجرا، من یه توضیح کوچولو بدم بعد دیگه فکر کنم جمع کنم بحثا امروز، چون ذره حجم درس زیاد میشه. ببینید اتفاقی که میفته اینه که من شما ممکنه بگید آقا اگه تو به من نمیگی x1 و x2 چیه، چه فایده‌ای داره که به من بگی وجود داره؟ ببینید شما خیلی وقتا
یک روش هایی دارید، مخصوصا ما بعدن که مشتق و درس بدیم این کارو میکنیم، یه روش هایی دارید که این روش میگه که آقا این روش رو دنبال کن میرسی به مینیموم یا ماکسیموم مطلق. خب و اتفاقی که میفته اینه که اگر ندونید از قبل که مینیموم یا ماکسیموم مطلق وجود داره، یه اون روش شما رو تو چاه میندازه. خب یعنی اگه آدم حواسش نباشه یه چیزی مینیموم یا ماکسیموم داره، بعد یه روشی رو دنبال کنه که این روش در شرایطی که مینیموم و ماکسیموم داری به ما مینیموم ماکسیموم میده، اون وقت این ما رو ممکنه تو چاه بندازه. خب این خیلی خطرناکه. به عنوان مثال، مثلا شما یه مجموعه متناهی از اعداد صحیح فرض کنید دارید، اعداد طبیعی، خب یه مجموعه متناهی، خب یه مجموعه از متناهی از اعداد صحیح مینیموم و ماکسیموم مطلق داره. خب و مثلا فرض کنید که یه بازه از اعداد صحیح دارید، بازه از اعداد صحیح یعنی یه عددی تا یه عددی همه اعداد این وسط، مثلا از منهای 4 تا 6، منهای 4، منهای 3، منهای 2، منهای 1 تا مثلا 4 5 6. خب به این میگم بازه صحیح. اگه شما یه بازه صحیح داشته باشید، خب اگر بدونید ماکسیمم مطلق داره، برای پیدا کردنش کافی یه عددو بگیرید به علاوه 1ش کنید، اگه تو بازه بود دوباره به علاوه 1ش کنید، انقدر این کارو بکنید تا به علاوه 1ش بیفته بیرون. خب انقدر بکنید تا نتونید این کار بکنید و این به شما ماکسیمم مطلق رو میده. مثلا تو بازه منهای 3 تا 6 شما 2 رو میگیرید به علاوه 1 میکنید، هنوز تو بازه است 3، دوباره به علاوه 1 میکنید، هنوز تو بازه است 4، دوباره به علاوه 1 5، دوباره به علاوه 1 6، دوباره به علاوه 1 میفته بیرون بازه، پس 6 میشه ماکسیمم مطلق. اوکی، پس این به شما ماکسیمم مطلق رو داد. خب حالا اگه به علاوه بازه تون نامتناهی باشه و شما حواستون نباشه که این ماکسیمم مطلق نداره، مثلا کل 0 در نظر بگیرید، خب منهای 2 به علاوه 1 میشه منهای 1، به علاوه 1 میشه 1، 2 3 4 5 تا صبح قیامت میشین هی به علاوه 1 میکنید به هوای این که من دارم ماکسیمم مطلق پیدا میکنم، ولی به علاوه 1 کردن تو هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. این به خاطر اینکه حواستون نبود که این بازه صحیح چون نامتناهی ماکسیمم مطلق نداره. خب بنابراین دونستن ماکسیمم، وجود ماکسیمم مطلق و مینیمم مطلق به من کمک میکنه که مثلا یه موقعی روشایی که دارم برای پیدا کردن خیالم راحت باشه که بتونم این ماکسیمم مطلق و ماکسیمم مینیمم مطلق رو پیدا کنم. پس این که قضیه وجودیه نگید به چه درد میخوره، واقعا یه جاهایی به درد میخوره. یعنی اگرچه به من نمیگه x1 و x2 چیان، ولی همین که دلم آروم میکنه آقا خیالت راحت، حتما یه کسی هست که مینیمم مطلق و ماکسیمم مطلق، این خیال من رو راحت میکنه. یکی از بچه‌ها یه متلکی انداختش که خیلی انصافا خوب انداختید، آرسال معروفی متلک حالا چیز گفت سه جلسه آینده دارم جبران کرد. آره راستش یه ذره حجم درس امروز زیاد شد و خب یه ذره خب چون جلسه قبل نداشتیم من می‌خواستم که عقب موندگیمون رو جبران بکنم، ولی من دیگه همینجا توقف میکنم و سوالا رو جواب میدم ان شاء الله. خب سوالا رو دیگه الان میتونم سوالا رو به ترتیب جواب بدم دیگه چون آخر کلاسه. خب بفرمایید فاطمه بهبهانی. از قبل دست شما بالاست، پس علی طباطبایی بفرمایید. سلام درست، من یه چند تا سوال داشتم. این که اون برکت ایکس هم شدید چی؟ برکت ایکس چی؟ نخندم سوال تو برکت ایکس صدای براکت ایکس تو میشنوم ولی باقیش نمیرسه، نمیفهمم چی میگی. میگم صدا میاد ها. اینا یه دوست همون گفته اگه عدد صحیح تعریف شده ما و پیوسته میشه، تو عدد صحیح تعریف شده و پیوسته نیست، درسته؟ خب خب یه دوست همون گفته اگه عدد صحیح برش داریم پیوسته نیست. بله، یعنی در حقیقت اگه دامنه شو اعداد غیر صحیح بگیریم خب رو دامنش پیوسته است، درسته؟ مثلا الان با اون کادر چه شکلی تعیین میشه؟ مثلا اگه یکی دو تا خط افق بده دو طرف اون بعد یا عمود یا نه، اتفاقی که میفته همه دایره ها تو خالی میشن. میشه بکشین الان مثلا آره ببین کادر رو که بگیری، ببین تو احتمالاً چالشت اینه که این خط، این دو تا خط عمودی رو بکشی، من چیکار کنم؟ دقت کن که این نقطه دیگه تو دامنه نیست. خب تو هر نقطه بگیری یا یه ذره این ورتره یا یه ذره این ورتره، بنابراین تو دو تا خط عمودی بکشی، من دو تا خط افق، دو تا خط افقی بکشم، من دو تا خط عمودی میتونم بکشم که شامل هیچ عدد صحیحی نشه و بنابراین دیگه دامنه توش چی میگن نمودار تابه توش بیفته. دقت کن وقتی اینو نداشته باشی تو هر نقطه بخوای تعریف کنی، مثلا تو این نقطه میخوای تعریف کنی دیگه،
خب من دو تا خط افقی مو اصلا اینطوری میکشم، تابع ثابت میشه اصلا حول و حوشش. تو هر چه قدم بیای نزدیک این خط عمودی، باز من یه خط عمودی بکشم که سمت چپ این باشه ولی هنوز به این نرسه. این خیلی مهمه که این نقطه رو پاک کنم. بعد یه چیز دیگه اینجا بود که گفتین هم بازه باید پیوسته باشه هم بازه باید بسته باشه برای ماکسیمم و مینیمم. بله. خب حالا اگه پیوستم نباشه باز میشه ممکنه دیدارم. اوکی نه نه من نگفتم یعنی هم باشه به عنوان قضیه منظورمه، چون یه تابع غیر پیوسته اصلا ممکنه همه جا ناپیوسته داشته باشید که بازم مینیمم ماکسیمم داشته باشه، ولی دیگه اون قضیه نیست. یعنی اگه میخواییم با اون قضیه تعریف کنیم باید باز بسته بودن و پیوسته بودن هر دوتاش مهمه. یعنی اگه یک کدوم از این دوتا فرض رو داریم ممکنه غلط بشه. دست اون ده مهدی دادگرپور بفرمایید. استاد خسته نباشید. ممنون. شما گفتین توابع گویا پیوستن درسته؟ در دامنه شون بعد. بعد الان این تابعی که من میگم این استثناش نمیشه بفهم. یک به روی x منهای جزء صحیح x به علاوه یک جزء صحیح x تابع گویا یک به روی نمیدونم تابع گویا یک کسره میدونم چی تابع گویا تعریف تابع گویا حاصل تقسیم دو تا چند جمله ای اسم تابع گویا منظور این نیست که حاصل تقسیم دو تا جزء صحیح x جزء چند جمله ای حساب نمیشه. نه نه جزء صحیح x تا چند جمله آها خب من خواهش می‌کنم. مهدی رشنو بفرمایید. استاد توصیه پیوستگی برای توابع گویا چی؟ اون با چه روشی تجزیه شده بود؟ آها تجزیهش من نمی‌دونستم، من چون خودم ضرب کرده بودم نمی‌دونستم چه جوری باید تجزیهش کنم. نه من برعکس ساخته بودم با ضرب کردن ساخته بودم، اگر نه تجزیه کار سختی لزوما این سادگی نمی‌دونستم. بعد استاد این قضیه ماکسومین ربطی به تمامیت نداره، خاصیت کوچکترین قرانه بازی به شدت ربطه. یعنی اگه اصل تمامیت نداشتیم نمی‌دونستیم اینو ثابت کنیم. متشکرم. خسته نباشید. سلام، صدا من دارین؟ بله بله سلام بفهمین. خب من یه سوال داشتم برای حد. ما یه حالت داشتیم حدمون یه عدد میشد یا کلن حد چپ و راستمون یکی نبود که میگفتیم کلن حد نداریم. بعد شما قبلتر ذکر کردیم که اگه مثلا توی تابع یک بر روی ایکس به توان دو که توی صفر هر سمت صفر به سمت مثبت بی نهایت داره میل میکنه، اینجا هم میگیم حد نداریم؟ در حقیقت حد نداریم، ولی اگه بخوایم یه ذره بیشتر توضیح بدیم چجوری حد نداریم، حدش بی نهایته. در حقیقت این همون بحث همگراییه که جلسه قبل گفتیم. یعنی ما در حقیقت تو صفر حد به معنی واقعی نداریم، حد به صورت عادی حد چیزه، حد یه عدده. در حقیقت وقتی من میگم حد بی نهایته یه جورایی دارم یه توصیف دقیق تری از نحوه حد نداشتن میدم. آها خیلی ممنون متوجه شدم. پس خواه. اگر از ما احیانا خواسته شد که حد داره یا نه بعد بگیم در حقیقت اگر گفتش حد داره یا نه بگید حد بی نهایته، برمانش این نقطه حالا حد نداریم، ولی بگید حد بی نهایت. آیا نگید حد بی نهایته ممکنه نمره از دست بدید. متوجه شدم، خیلی ممنونم ازتون. خواهش با شایان رعوفی بفرمایید. خسته نباشین. ببخشید توی اسلاید یکی مونده با آخر که یه تابع تعریف کردیم fx مساوی با بین صفر و یک تعریفش کردیم که توی جزء نقاط صفر و یک بله. برابر با یه دومه، این به دلیل اینکه توی این بازه صفر تا یک ناپیوسته است اون قضیه براش برقرار نیست. بله. درسته. مثلا اینکه درسته. بعد توی یک ایکسومش توضیح دادین که چون هر چقدر به سمت صفر یا به سمت یک نزدیک میشین به یه عدد خاص نمیرسین، اونجا هم دوباره آره دیگه اونجا هم باز ماکسیمم مینیمم نشین. در حقیقت این مشکلش اینه که روی بازه باز پیوست است. اگه روی بازه بسته پیوست بده باز حل میشد، ولی مثلا اینکه روی بازه باز پیوست است. درسته. خیلی ممنون، مرسی. خواهش میکنم. علی فهیمی بفرمایید. سلام. سلام سلام. حال شما خوبه؟ الان یه رفیقی گفت من یادم رفت اسمشو، حالا با توجه به تعریفی که ما از تمامیت در حد ثابت کم خودم دارم، اینه که به هر حال یه چیزی هست که دیگه بعدش نیست، یعنی یه دیواری هست که چیزی بعد از این رد نمیشه. نمیدونم این حد این ثباتی که شما میگید من ندارم متاسفانه. من بهترین تصوری که از تمامیت داشتم همینه که شما خط حقیقی رو که میبینید این همه جاش هست،
یعنی سوراخ نداره، سوراخ نداره، دیوار هست که بعدش چیزی نیست، به من نمیدونم اصل تمامیت یعنی سوراخ نداره. الان من یه سوال دارم، الان مگر نگفتی اصل تمامیت، اگه راجع به اصل تمامیت بذار سوالای دیگه رو بچه‌ها بپرسم. نه تمامیت یعنی در مورد ماکسیمم مینیمم هستش. خب الان اگر ما مگر نمیگیم که حتما یه ماکسیمم و مینیمم وجود داره، در صورتی که پیوسته باشه رو بازه بسته. خب اگر مثلا فرض کنیم که بازه بسته نباشه، بازه باز باشه، خب من نمیتونم تضمین کنم وجودشو. اینها دیگه این مثالش بود دیگه، این بازه باز بود و من نمیتونستم نه وجود مینیمم رو تضمین کنم نه وجود ماکسیمم. آه ممنون، دستم حالا بعد آخر باشه. مانی محمودی بفرمایید. اصلا اون قسمت سوالتون یه نمودار بودش که روش توصیه پیوستگی رو داشت چه. بله بله بفرمایید. بله اصلاحش اگه برید ممنون میشم. آوردم اصلا نگذارم. حالا من میگم توی اون قسمت الان میبینید بچه ها؟ الان توی این نقطه که پرش کردیم، اولا که دو بخش سوال، اون که اول کل این تابه که ما الان کشیدیم کلش پیوسته میگیم هستش. آره این تابه رو میگیم، این تابه جدیده اف بزرگ کلا میگیم پیوسته است. نه اون اف قبلی، اف کوچیک، اون اف قبلی هم میگفتیم پیوسته است، چون این نقطه تو دامنش نبود. بعد حالا تو خود همون نقطه که الان نیستش، این الان توی امتحان بیاد ما باید بگیم ناپیوسته است یا ناپیوستگی قابل رفع داره. اگر دامنه رو این گفتن باید بگید که تو کل دامنش پیوسته است. خب ولی اگه توصیف بیشتر خواستن حتما بهتون میرسونن که آقا مثلا آقا در مورد قابل رفع نبودن نقاط ناپیوستگی صحبت کنی، یا همچین جوری بهتون میرسونن که آقا من منظورم اینه که قابل رفع بودن نبودن رو بگو. خب اون وقت باید بگید بگن توی آره. این نقطه فقط آره. اگه من بشه اگه اینو بگم، اینو بگم، بگم این تابه پیوسته است یا نه، با جوابش اینه که بله پیوسته است همه جا. تو خود نقطه هم میتونیم همینی که گفتید، تو خود نقطه که اصلا تعریف ناپیوسته، نه اصلا تو نقطه که تعریف نشده توصیه. اما من جای شما بودم حتما مینوشتم که تو یکم ناپیوستگی قابل رفع، حالا مالیات که نداره. خواهش کنم. علی رضا قربانی بفرمایید. باشه دوستان صدا من میاد؟ بله بله صداتون میاد. ببخشید در مورد همین اسلایدی که الان داخلشیم، ما تو دبیرستان میخوندیم همین ناپیوستگی قابل رفع، ولی اینجوری با شکل نبود، میمدیم میگفتیم تا زمانی که بتونیم از تو مخرج عبارتهایی رو با ساده کردن حرف کنیم و دیگه ریشه اون الان اینجا میشه یک میشه دیگه، ریشهش دیگه اونجا وجود نداشته باشه. آقا منم گفتم اینو گفته، ولی فقط گفتی؟ این نیست. آه یعنی آره فقط دیگه. این نیست برای تواب گویا اینطوریه معمولا. آره من چون اینجا یه تیکه اینترنتم قطع شد نه، آره. برای تواب گویا معمولا اینطوریه، ولی شما میتونی ممکنه ناپیوستگی قابل رفع داشته باشید که اینجوری به دست نیاد. آها درست. بعد یه سوال دیگه، ما ترم بعد باشه و این سوال میپرسن، ترم بعد ما ریاضی دو داریم با خودتونه دیگه؟ نه احتمال زیاد. احتمال زیاد نه. بعد آره با سوال بزید تبه بعد و بعدم بپرس پسر جمعه با بچه سوال دارم. خواهش میکنم. سید محمد رضا تقوی بفهمید. سلام صدای من رو دارین؟ بفهمید. خب دو تا سوال داشتم، یکی این که اول گفتین توی باز توی دامنه اگه مثلا دامنه بسته آ تا بی باشه، آ راست پیوسته باشه میگیم پیوسته است. آره آره وقتی دامنه مون به اینم شرح بدیم که اون سمت نه لازم نیست بگیم بودم. اگه نه باز باشن، نه یه چیز دیگه منظورم، یه چیز دیگه بفهم. اگه آوبی بازه باز باشن میتونیم بگیم آوبی قابل رفعن، یا در هر صورت بستن باشه بگیم آره. آوبی قابل رفع. بله بله در حقیقت آره. یه چیز دیگه هم بودش. بذار بذار من حرفتو، چون نکته خیلی نکته خوبی بود، بذار اول توضیحش بدم بعدن نکته بعدی تو بگو. ببینید مثلا بچه ها، من الان اینجام تو صفر و یک میتونم بگم این تابع من ناپیوستگی قابل رفع داره، یعنی تو صفر میتونم یه دو این به جای یه دوم صفر تعریف کنم، تو یک هم میتونم به جای یه دوم یک تعریف کنم و این ناپیوستگی رفع میشه. بنابراین
کماکان برای این تابع هم من میتونم بگم تو 0 و 1 ناپیوستگی قابل رفع داره، یا اینجا تو 1 ناپیوستگی قابل رفع داره ولی تو 0 ناپیوستگی قابل رفع نداره، چون تو 0 هیچ عددی نمیتونی تعریف کنی تابعی که پیوسته شه. یعنی تابعی که fx مساوی 1x هم شما هیچ جوری تو 0 نمیتونید پیوسته کنید، ولی تو 1 ناپیوستگی قابل رفع داره، کافی تو 1 1 تعریفش کنید. خیلی ممنون، خیلی نکته خوبی بود. یه چیز دیگه گفته بودیم، توصیه پیوسته در f بزرگ x مساوی fx اگه x توی دامنه باشه. بعد الان مثلا یه تابعی داشته باشیم f مساوی 1 باشه رو کلش، فقط توی 0 مثلا 2 باشه، مثلا بخوایم اینو توصیه پیوسته بدیم. توصیه پیوسته نداره ولی تو 0 پیوستگی قابل رفع داره. توصیه پیوسته نداره چون توی دامنش هست مساوی نمیشه. بله بله، توصیه باید همیشه تو دامنه تابع اولیه دقیقاً برابر با خودش باشه. توصیه نیست ولی پیوستگی قابل رفع. اگه نداشت میتونستیم توصیه پیوسته بدیم، توی 0 خالی بودش کامل، مثلا 2 نبودش. بله دقیقاً. خسته شدید از اینکه سوال جواب میدم؟ آریان پور اسدالله، آخه امروز زیاد درس دادم، طبیعی بود برای بچه ها سوال زیاد ایجاد شه. بعدم همین الان هم هنوز میشنوید سوال ها سوال های خوبیه دیگه، یعنی معلومه که هنوز سوال ها به اینجا نرسیده که آقا نمیدونم 9 هم 10 میدید و اینا. آریان پور اسدالله بفرمایید. آریان پور اسدالله من صدا شما ندارم، پس پانیز سورمانشاهی میخواین شما بگین تا آریان پور اسدالله بریم صداش چی شد. الان صدای من هست؟ بله بفهمید. صدای بله بله بفهمید. من تو سوال داشتم یکی که اگه ما یه نامعادله داشته باشیم آیا این امکان رو دارید که یه تابعی مثل جی ایکس رو توش سر کنیم؟ میتونیم کار بکنیم؟ راستش ترجیح میدم سوالتون رو چیز با مثال ببینم، یعنی ببینم مثالتون چی منظورتونه بعدم، چون یه ذره این سوال مبهمه. مثلا x همون تو بازه منفی x به یک تعریف شده، بعد ما x f x تعریفش کنیم. بعد اگه بیم تو طرف اینمون یه f x کلن ضرب کنیم. آها خب یه ذره مشکل دارم. اگه تابعتون همیشه مثبت یا همیشه منفی باشه بله میشه، وگرنه مشکل دارم. نه نه نه، اگه که علامتش تغییر کنی یا یه جایی صفر بشه نمیتونید ضرب کنید. ممنون. یه سال دیگه هم هستش، ما تو دبیرستان این چیزی رو خوندیم، من احساس کنم غلط کنم این چیزی رو ما گفتم، این که وقتی مثلا میان توی لیمیت میان تعریف کنن x به سمت دو کمتر میره، دوی منفی، بعد ما میخواییم x2 رو بگیم. ما تو دبیرستان ما گفتن که x2 هم به سمت 4 کمتر میره، ولی من پیشا تو آدم بودم و داشته 4 بیشتر میره. من فکر کنم اولا که 4 بیشتر من نمیدونم، x2 به سمت 4 میره خب، ولی اگر x2 به سمت نه نه ببین اگه که لیمیت ببینید بذارید این هست، مثلا این x به سمت منفی 2 منفی بره، این معادل با اینه که x به سمت 4 x2 به سمت 4 مثبت بره، به خاطر اینکه x از همیشه از منفی 2 کمتره تو اون لیمیته، تو این یکی لیمیته، بنابراین x2 همیشه باید از 4 مثبت بیشتر باشه، ولی اگه به سمت 2 منفی بره x خود 2 منفی، نه اونم 4 منفی. عجیبه، من نمیفهمم. اگه آره صفحشو بگید تو این وسط هم میخوان حالی که از دوستان سوال بعدی رو بپرسه، مانی نیلچی هم میخوای تو سوالتو بپرس تا ایشون صفحشو بگن. سلام صدا میاد؟ سلام بله بله بفرمایید. راجب حتی راجب پیوسته گفتین که اگه f پیوسته باشه g پیوسته باشه، مثلا f به اضافه g و f منهای g اینا پیوستن. بله. حالا راجب حد پذیری می‌خواستم میگم که اگه f مثلا حد داشته باشه، g حالا حد داشته باشه یا نداشته باشه، f به اضافه g و f منهای g رو بعد چه جوری استفاده کنیم؟ ببین اگر f حد داشته باشه g هم حد داشته باشه، خب f علاوه g هم حد داره. این از اون چیزایی بود که تو قضیه تعریف حد گفتیم. اثبات اینو من یه ذره جلوتر میگم، یه جلسه ای هست که من تعریف رسمی حد رو میگم، اونجا اینو اثباتشو میگم، ولی فعلا اثباتشو براتون گفتم. اگه g حد نداشته باشه چیه؟ اگه f حد داشته باشه g حد نداشته باشه، f علاوه g هم حد نداره. بله ولی جفتشون حد داشته باشن، f به علاوه g و f منهای g حد ندارن، f ضرب در g بستگی داره. اگه f حدش صفر باشه حد داره،
اگه چیز نباشه، ولی معمولا شما اینطوری کار ندارید، خیلی خودتون اذیت نکنید، بیشتر مهم جاییه که جفتشون حد دارن. مرسی. مثالشو بگم استاد؟ بله. لیمیت x منهای صفحه چند؟ صفحه چنده؟ سفر میگی؟ صفحه 59 آدامز. 59 آدامز. مثال 10 مورد ت. مورد ت؟ بله. زیر مورد ت نوشته مقادیر به ازای x های کوچکتر از 2 و x نزدیک 2 مثبت هستش. از ما x2 رو داریم میگیم. یعنی توی صورت سوال x2 رو مخواسته و مثبت کرده. ببین، من قسمت ت رو نمیگی. ت مثل توانا دیگه. خب میگه مقادیر به ازای x منهای 3 برای x منهای 4. خب این برای به ازای x های کمتر از 2 مخرج منفی، صورت هم منفیه دیگه، حاصل تقسیم میشه مثبت. هم صورت منفی هم مخرج. نه اون چیزی زیرش نوشته، اون پرانتزشون ببینید. ببین من میتونم، ببین دقت کنید که چیزی که نوشته اینه که کل عبارت مثبته. اون منظورش نیست که اون x2 مثبت هست. نه، کل عبارت مثبته برای x نزدیک، یعنی وقتی x کمتر از 2 باشه هم x منهای 4 منفی هم x منهای 3 منفی، برای حاصل تقسیمش مثبته. ببخشید من فکر کردم x2 رو داشتید. نه خواهش می‌کنم. محمد رضا حاجی جلیلی بفهمید. سلام استاد. سلام. این اسلاید آخری که داشتید رو دیم دادید، اگه که مثلا fx مساوی با 1 باشه بعد ما یه بازه بسته ازش انتخاب کنیم و مطمئنم هستیم اکسترموم وجود داره. خب الان اکسترموم چیه؟ همه نقاط اکسترموم هم. چون همه نقاط fشون از بقیه بزرگتر مساوی، همه نقاط هم fشون از بقیه کمتر مساوی. آخه مگه نگفتید یه دونه x1 یا مثلا x2 وجود داره؟ وقتی من میگم وجود دارم معنیش نیست که یه دونه، یعنی حداقل یه دونه. آها، یعنی مثلا میتونه بی‌نهایت باشه. آر. مرسی، ممنون. خواهش می‌کنم. مهدی مشهدی بفرمایید. سلام. سلام سلام. سلام. اصلا گفتیم برای ماکسیموم مینیموم مطلق باید بازه بسته باشه، درست؟ بله. الان ما تا از یک تا سه یه نیم دایره بکشیم نمیشه بگیم دو ماکسیموم مطلقه؟ نه ممکنه. ببین من نمیگم که تو شرط دیگه هیچ وقت ماکسیموم مینیموم نداره. من نمیگم که تو شرط دیگه هیچ وقت ماکسیموم مینیموم نداره. من استاد صداتون قطع شد یه بار دیگه میشه بگیم؟ میگم من نمیگم استاد صداتون قطع شد یه بار دیگه میشه بگیم؟ صداتون خیلی اکو میشه. من نمیگم که صداتون خیلی اکو میشه. ببین من نمیگم جاهای دیگه ماکسیموم مینیموم نداره. ببین من نمیگم جاهای دیگه ماکسیموم مینیموم نداره. تصمیم نمیتونم بدم. اصلا ما هیچ چیز داشت. یعنی مطمئنه؟ خیلی من اصلا هیچ چیز داشت. خیلی مطمئنه؟ محمد صدا کنه خیلی بفرمایید. محمد صد خسته نباشید. ممنون بفرمایید. صدا میاد؟ بله بله. میگم استاد مثلا اف ایکس هم مساوی سینوس ایکس باشه، هم مینیموم داریم هم ماکسیموم توی بازه اعداد صحیح. این بحثش چی بود که گفتید نمیشه تو اعداد صحیح داشته باشیم سینوس؟ نفهمیدم چی میگی. سینوس؟ من چی گفتم؟ من چی حرف زدم؟ تو بازه آر نه تو بازه آر اکسموم یا مینیموم ماکسیموم داریم یا نه؟ میتونیم داشته باشیم. ببین تمام ماجرای من نمیگم هیچ موقع دیگه این ماکسیموم مینیموم نداریم. من میگم تو این شرایط حتما داریم. من میگم این شرایط حتما داریم. بله ممنون. خواهش میکنم. علی جواهری بفرمایید. اصلا نمیشید. من جزا هم یه جا اینترنتم قد شده تو رسانه نیستم. اسلاید اول رو میارید نقاط درمی حالا چیز میکنم براتون میذارم. اسلاید رو همین الان میذارم تو همون فولدری که همیشه آدرسشو دارید. آه مرسی ممنون. خواهش میکنم. و دوستان نمو در میدی؟ خب امیر محمد رحیمی بفهمید. الان سلسل میاد؟ بله بله بفهمید. ببخشید تابع تانژانت در چه صورت ناپیوسته است؟ در صورتی که اصرار کنید مثلا تو پی دوم تعریفش کنید.
پس در حالتی که بخوایم بازه‌ای تعریف کنم کلا پیوسته است، درسته؟ دامنش هیچ وقت بازه‌ای که شامل پی دوم باشه نمیتونه باشه، ولی اگر بگیم دامنش به جز مضارب نمیدونم فرد پی دوم، خب اون وقت پیوسته است. مثلا اگه بگیم دامنش در بازه، نه در باز، ببین وقتی من میگم در یه بازه پیوسته است یا نه، قبل از اینکه اینو جواب بدم باید بگم تو اون بازه تعریف شده است یا نه. اگه تعریف شده نباشه اصلا این سوال بی معنیه که پیوسته هست یا نه. درست، خواهش میکنم. خب من دو تا سوال آخرم دیگه به جواب بدیم و آریان پور اسدالله و محمد امین بلوچی شما دو نفر بفرمایید تموم کنیم. حتی کلاس تمام هر کی میخواد میتونه بره، ولی کسی دوست داره سوال دوستاشو بشنوه باشه. آریان پور اسدالله فکر کنم مشکل میکروفون داره. محمد امین بلوچی شما بفرمایید. وقتتون بخیر، خسته نباشید. ممنون. ببخشید سوال من در مورد این بود که جزوه رو کجا آپلود میکنید؟ یه فولدری هست توی اون صفحه آپارات، کپشن همه فیلم‌ها تو صفحه آپارات تو هم آره، اون کپشنه که وجود داری، آدرس گوگل درایو، همه جزوه رو اونجا میذارم. تو اون کپشنشون مثلا فقط جزوه‌ای که مربوط به اون بخش نه گذاشتید؟ یعنی همه جلسات هست. اصلا اون کپشن آدرس یه فولدریه که یعنی همون کپشن فیلم جلسه یکو ببینید همه توش هستش. مرسی، خیلی ممنون، خواهش می‌کنم. حسن عبیش نوید میر صادقی هم بله میشناسم، یه برادر با این نام دارم. چه سوالی بود، خسته نباشید، خدا نگهدار. تا آخر حد، تا سر پیوستگی کویز.